عزیز کانال جدید، کاظم نیکخواه هستم و در برنامه امشب در خدمتون خواهم بود. امیدوارم در هر کجا که هستید اوقات خوبی داشته باشید. همونطور که روی صفحه تلویزیون میبینید، موضوع برنامه امشبمون هم هست: جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی است، نماینده کیست؟ و این بحث رو در روزهای گذشته هم داشتیم و تعداد زیادی از شما مردم اومدین شرکت کردین و نظرتون رو گفتین. بذارین قبل از اینکه وارد این بحث و موضوع برنامه بشیم، یادآوری کنم که امروز 10 آذر هست، سومین سال اعدام شهلا جاهد هست، چهره‌ای که شناخته شده است برای میلیون ها نفر، کسی که زنی که به اتهام قتل سالها در زندان نگه داشته شد و با اینکه شواهد زیادی وجود داشت که از اون به زیر شکنجه و فشار اعتراف گرفته شده، ولی نهایتاً در چنین روزی 3 سال پیش اعدام شد و میلیون ها نفر صدای اعتراضشون رو علیه جمهوری اسلامی بلند کردند. و به هر حال خود این اعدام، خود این جنایت یک بار دیگه افشاگر چهره کثیف جمهوری اسلامی شد. شهلا جاهد مثل دلارا دارابی و شمار دیگری از کسانی که اعدامیونی به اصطلاح جمهوری اسلامی، چهره‌های شناخته شده ای هستند که به دلیل کمپین علیه اعدام که اونها رو از حقوقشون دفاع کرد، از آزادیشون دفاع کرد، علیه اعدام فعالیت کرد، اینها در واقع سمبول و نماینده هزاران و ده‌ها هزار انسانی هستند که تو اون جامعه اعدام شدن بی‌نام و نشان. و در این حال، ولی به هر حال کمپین علیه اعدام، جنبش علیه اعدام، جنبش اعتراض مردمی که ضد این جنایت، ضد انسانی هستند، جمهوری اسلامی رو زیر فشارهای شدیدی قرار داد و بارها سران جمهوری اسلامی تو خودشون هم حتی اختلاف و دعوا افتاد که آیا باید میتونن به این اعدام ها ادامه بدن یا نه. و همین الان شاهد هستیم که بعضا کسانی که خودشون رو اصلاح طلب و غیره مینامند، به اشکال مختلفی با اعدام، که یکی از سیاست های پایه‌ای جمهوری اسلامی است و یکی از ابزارهای سرکوب و حاکمیت جمهوری اسلامی است، مخالفت میکنن به اشکال مختلف. به هر حال یاد شهلا جاهد و همه قربانیان جمهوری اسلامی رو گرامی می‌داریم و میریم سر بحثمون در مورد جمهوری اسلامی نماینده کیست. تلفن‌ها باز هست از الان، شما دوستان میتونین بیاین روی خط و نظرتون رو بگین. میدونم موقعی که از شما، از هر کسی تو این جامعه بپرسین که جمهوری اسلامی نماینده کیه، جواب روشنه، حداقل یک جواب خیلی روشن و قطعیه، اینه که نماینده ما مردم نیست، نماینده ما کارگرا نیست، نماینده ما پرستارا، ما دانشجوها، ما جوونا، ما زنا، ما بیکاران، ما دختران و پسران اون جامعه نیست. جمهوری اسلامی نه فقط نماینده ما نیست، دشمن همه مردم هست، دشمن ماست. فکر میکنم این جواب رو از هر کودک دبستانی تا جوون، پیر، هر کسی که تو اون جامعه، هر آدم شریفی تو اون جامعه بپرسید، جوابش این خواهد بود که جمهوری اسلامی نماینده ما نیست، دشمن ماست. بذارین اولین تلفن رو جواب بدیم، بعد تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کنید. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز، شب شما خوش. بر تشکر میکنم، بفرمایید. شما واقعا دوست دارید میهنتون رو بفروشید، افراد بذارید کنار، درود به خمینی و خامنه‌ای، بذارید شما پخش کنید. بله این بی مملکتیه. بله، مملکت خودتون رو نگه دارید. بر مملکت خودمونو این همینجوری که جمهوری اسلامی داره نگه میداره فکر میکنه همینجور این نشو، شما داری چیزایی که اصلا به درد نمیخوره. من که هنوز حرف نزدم، شما حرفتون
شما حرفتون چیه؟ من دارم میبینم چندین بار دارم شما رو گوش میکنم. واقعا این مملکت گوشیه، انسان باید زمینش خاکش رو داشته باشه. باشه شما اجازه بدین. اجازه بده دوست عزیز، اجازه بده. من میگم جمهوری اسلامی از نظر شما نماینده کیه؟ نماینده مردمه؟ نماینده تمام ملت ایرانه. اوکی خیلی ممنون. خدا میدونه این واقعیت شما که دارید. به نظر من مملکت فروشیه، خاک فروشیه، وطن فروشیه. شما باید وطن خودتون رو نگه دارید. بله بله خیلی ممنون. شروع خوبی بود برای برنامه امروز که جمهوریشون اومدن گفتن جمهوری اسلامی نماینده همه مردم و ملت ایران است. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. الو بفرمایید، صدای تلویزیونتون رو کم کنین صحبت کنین. بله صدا قطع شد، فرصتی نشد من زیاد توضیح بدم. به هر حال همونطور که گفتم و از هر کسی که بپرسین روشنه که جمهوری اسلامی نماینده مردم نیست، نماینده یه مش سرمایه‌دار مفتخور و میلیاردر و آخوند و غیر آخوند و چپاولگر هست. سوال اینه که چرا این سوال ما میذاریم جلوی شما؟ حالا من توضیح میدم بیشتر. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط هستین صحبت کنید. سلام علیکم، خواستم صحبت ها پخش کنید و سانسور نکنید. بله سانسور میکنم چون معلومه که چی میخواییم بگین، از خودتون دارین. برو بابا بله شروع کردن تلویزیون به اصطلاح این بحث رو ما تو این تلویزیون گذاشتیم برای اینکه روشن باشه که بحث کنیم که مردم چی فکر میکنن، مردمی که تو اون جامعه زندگی میکنن در مورد جمهوری اسلامی که نماینده جمهوری اسلامی با قوانینش، سپاه پاسدارش، ارتشش، دادگاهش، زندانهاش و غیره و غیره. معلوم نماینده کیه؟ کیو داره نماینده؟ از کی داره دفاع میکنه؟ از حقوق کی داره دفاع میکنه؟ گفتم از نظر ما و از نظر مردم جواب این سوال فکر میکنم 100% روشنه. این حکومتی است که هر گوشه ای از عملکردش رو نگاه کنین، جنایاتش، چپاولهاش، دزدیهاش، نمیدونم اعدامها، شکنجهش، سنگسارش و اون میلیارد میلیارد هایی که هر روز دارن خودشون گوشه هایشو و گوشه هایشو واقعا رو میکنن که چقدر اینها از خود خامنه ای گرفته تا مجتبی خامنه ای تا نمیدونم اون یکی رئیس نهاد بنیاد فلان بهمان، آیت الله های میلیاردر چقدر عظیم دارن دزدی و چپاول میکنن و این گوشه و اون گوشه دنیا دارن سرمایه گذاری میکنن. این جمهوری اسلامی نماینده ایناست و این همه ما میدونیم. بحث بر سر اینه که این تلویزیون میخواد این صدا تو جامعه بپیچه، ماها صدای همدیگر رو بشنویم، میلیون ها نفر بدونن کیفرخواست، اعتراض و هم مثلا موضع مردم مختلف رو بشنون و این مثلا اتحادی رو ایجاد کنه، نیروی رو ایجاد کنه برای به زیر کشیدن این حکومتی که یک ذره به منافع مردم ربطی نداره. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. خسته نباشید جناب دوستان. تشکر میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید. درود بر شما و تمام عزیزان. عرض کنم موضوع امروزتون هایی میخواه اگر بخواهم منصفانه علمی و منطقی با استدلال دربارش بحث کنیم، دو تا سوال دارم. یک، جمهوری اسلامی الان در حال حاضر نماینده دزده بازاری و آخونده و پاسدار است، اما جمهوری اسلامی در بعد ورود چه کسانی آوردن؟ یک، کمونیستا. دو، جبهه ملی. و سه، همون توده‌ای که باز همون به قول معروف شما میشین که به عنوان نماینده مردم و مبادای روشنفکری کردین و کنفدراسیون. بله اجازه و ملت رو بردخل در بدر کردیم. بله اجازه بدین، اجازه بدین. شما گفتین الان من دارم شما رو من بگیم من جواب میدم. بذاری الان. بله الان در حال حاضر شما رو دور زدن نماینده دوزار بازاری، پاسدارا و آخوندان. بله ایزم اصلاد پنجه و هفتی جمهور اسلامی کیه بود؟ کی خمینی معرفی کرده مردم؟ بله شما به نظرتون بالاخره کمونیستا بودن که همونایی که اعدامشون کردن، دستگیرشون کردن یا مثلا خود بعد از ببین اولین کسی که اومد با خمینی چیزی کرد به جمهوری اسلامی رای داد آقای کیانوری به نمایندگی از حزب توده و کمونیستا بود که حزب توده رو بذاریم بهتون بگیم سنجابی بود جناح حزب ملی بود.
بر ما حزب توده رو کمونیست، بر ما حزب توده رو کمونیست نمیدونیم. حزب توده خودش میگه من حزب توده ای هستم و خودش هم خودش رو کمونیست نمیدونه. نه علاوه اینکه دیگه چیزی فهمی نمیکنه. نه اومدین وقتی لاجات لای انگلیسی اسم کردن حزب کمونیست کارگری. نه نه ما بذار گوش بده عزیز من، گوش بده، همینجوری نمیشه شلوغش کنی. تلویزیون کانال جدید بله جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی است؟ بفرمایید. تشکر میکنم، نظر شما چیه؟ ایران بله. اجازه بدین این یک چند لحظه تلفن نگه دارین، من جواب این دوستمون که گفتن کمونیست، اینو خیلی ناسیونالیستا، سلطنت طلبا، اونایی که سوختن که مردم انقلاب کردن و حکومت دیکتاتوری ساواک و شاه رو به زیر کشیدن، میگن که جمهوری اسلامی رو کی آورد سر کار؟ گویا کمونیستا آوردن سر کار. جمهوری اسلامی رو 5 تا دولت آمریکا، آلمان، فرانسه، نمیدونم انگلستان، اینها نشستن تو کنفرانس گوادلوپ تصمیم گرفتن که ارتش رو، ارتش شاهنشاهی رو ببرن پشت سر جمهوری اسلامی. ارتش اطاعت کرد، به شاه گفتن برو کنار، اطاعت کرد، گورش رو گم کرد خودش بدون هیچ چیزی، و بعد خمینی رو از نجف برداشتن بودن پاریس. بی بی سی و سی ان ان و همه ناسیونالیستا و همه اینا رفتن پشت، و جبهه ملی از جمله همین چیزی که اینا گفتن، رفتن پشت سر جمهوری اسلامی خمینی و آوردنش، کردنش امام و رهبر انقلاب. مردم چی میخواستن؟ مردم حق داشتن انقلاب کنن دوست عزیز. مردم هزار بار حق داشتن علیه ساواک، علیه سرکوب، علیه خفقان آریامهری انقلاب کنن، اعتراض کنن. و دوره شاه گذشته. شما اگه هنوز طرفدار شاه هستین، عقبین، از تاریخ عقبین، از بشریت عقبین، از قرن 21 عقبین. شاهان بقایای دوره‌های بردهداری هستن که تا حالا متأسفانه 4 تا دیگه شون هم موندن که اونا باید گورشون رو گم کنن. بنابراین مردم 100% تلفن من جواب نمیدن، با اجازه من میخوام این بحث رو تموم کنم. مردم حق داشتن انقلاب کنن و به خاطر اینکه مردم آزادی میخواستن. مردم میخواستن بتونن روزنامه داشته باشن، حق اعتصاب داشته باشن، کارگر میخواست بتونه اعتراض کنه، بتونه حق از دستمزدش دفاع کنه، از زندگیش دفاع کنه، دانشگاه همینطور، دانشجو همینطور، زنا همینطور، همه مردم. خفقانی رو ایجاد کرده بودن که اون خفقان حتی از زاویه این تو دوره زمان شاه شما ممکن بود 6 ماه، 1 سال بگذره یک دونه اعتراض نباشه. خود من یه دانشجو بودم تو اون زمان، 3 بار رفتم زندان به خاطر اینکه به رئیس نسبت به رئیس دانشگاه اعتراض کرده بودم، نسبت به فضای دانشگاه، نمیدونم وضعیت دانشجوها، اعتراض کرده بودم، و هزاران و هزاران نفر توسط ساواک دستگیر شدن. شما حالا اومدین وقاحت میخواد واقعا که کسی بیاد از رژیم شاه تو دور دفاع کنه، بگه جمهوریه، کثافت اسلامی رو شما آوردین سر کار. جمهوری اسلامی رو زمینش رو خود شاه، دیکتاتوری شاه آورد به خاطر اینکه فقط به مسجد و آخوند اجازه فعالیت داد، فقط به آیت الله ها اجازه فعالیت داد، و همه تشکلهای کارگری، دانشجویی، دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق کودکان و غیره و غیره، و کمونیست ها به همه اینا رو سرکوب کرد. و این بود که یک مش فسیل، یک مش کثافت، خمینی، امثال هم که از ارتجاع و عقب موندگی دفاع میکردن، که 1000 سال از تاریخ و فرهنگ مردم ایران عقب بود، اینا رو اومدن شدن رهبر. و اینها جبهه ملی از خود شماست، ناسیونالیستن، به قول خود شما وطن پرستن، سنجابی از خود شماست، تودهیام از خود شما هستن. ما نه به تودهیا ربطی داریم، نه به جبهه ملی ربطی داریم. ما کسانی هستیم که از اول گفتیم مردم نرین پشت سر خمینی، همون سال 57 گفتیم، اون موقع حزب نداشتیم، ولی یه چپایی بودن که گفت وایستادن، جنگیدن تو تهران، تو شهرهای مختلف و تو کردستان، و گفتن مردم نرین پشت سر این ارتجاع گندیده و کپک زده اسلامی، اینا شما رو میبرند به قهقرا. خب یه مردم یه ده رفتن یه ده نرفتن. مردم کلا اینطور نبود که اومدن رفتن پشت سر خمینی. 3 سال طول کشید تا سال 62، کشتار سال 60 تا سال 60، و کشتار وسیع، دستگیری‌های وسیعی که راه انداختن تونستن جمهوری اسلامی رو، انقلاب رو به سرنگون به شکست بکشونن.
و جاپای جمهوری اسلامی رو محکم کنن. سال 67 هم که دیگه هزاران نفر رو اعدام کردن. بنابراین اگر میخوایم واقعا یک ذره حقیقت رو بدونین، باید بدونین که مردم انقلاب کردن، مردم میلیونی انقلاب کردن برای که رژیم شاه رو به زیر بکشن و یک جنبش سرمایه‌دارای قدرت‌های سرمایه‌داری رفتن یه آخوند آشغال مرتجع جنایتکار و خونخوار رو آوردن به نام جمهوری اسلامی کشتن برای سر مردم. تلفن ها رو میتونین باز کنین، صحبتون تا ادامه میده. به هر حال بحث بر سر این است، جمهوری اسلامی بالاخره الان نماینده کی است؟ اون موقع نماینده کی بود؟ همیشه جمهوری اسلامی روزی که اومد اولین چیزش که نشون داد که جمهوری اسلامی نماینده سرمایه‌دار است، خود سرکوب انقلاب 57. کسایی که الان وایسادن میگن انقلاب 57 اشتباه بود، در واقع خود کنار همین حکومت قرار میگیرن که اومد سر کار که انقلاب 57 سرکوب کنه. مردم شوراهاشون رو میخواستن، مردم آزادی میخواستن، مردم رفاه میخواستن، مردم حاشیه نشینی نمیخواستن. و بعد جمهوری اسلامی اومد که همین صدای انقلاب رو خفه کنه. جمهوری اسلامی آوردن سر کار که بگن مردم شما باید ساکت باشید، باید همون گورستان آریامهری براتون حاکم باشه، ساواک باید براتون حاکم باشه، سکوت باید تو جامعه حاکم باشه، شما اجازه حرف زدن ندارین، اجازه انقلاب کردن ندارین، اجازه دخالت تو اوضاع سیاسی رو ندارین. اولین چیزی که نشون میده جمهوری اسلامی نماینده سرمایه‌دار است، خود سرکوب انقلاب 57. جمهوری اسلامی شد اومد از مردمی رو، کارگرای نفت رو سرکوب کرد. کارگرای بیکار، اولین کسی قربانی جمهوری اسلامی یک کارگر بیکار بود تو اصفهان که ناصر الان اسمش یادم نیست و چهره شناخته شده ای است. اون موقع به ویژه تو همه دنیا صداش پیچید. اولین سرکوب صدای مردم کردستان و مردم ترکمن صحرا و مردم بخش‌های مختلف رو سرکوب کرد که حق تبعیض نمی‌خواستن، می‌خواستن علیشون تبعیض اعمال نشه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کنید. سلام علیکم آقا. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید. تشکر میکنم. قربان شما آقا، ما کارگران بزنوت هستیم. ما سوالمون اینه، شما چه سیستمی میخواین برای ایران بیارید؟ سیستم کره شمالیه، سیستم آلمانی انورکوجی هست چیه؟ نه هیچ کدومش نیست، ولی اول شما بگین جمهوری اسلامی نماینده کی هست؟ جمهوری اسلامی نماینده بازاریه، یه مش سرمایه‌داری، شکی نیست. خب چه کار باید که؟ اجازه بدین. به نظر شما نماینده شما به عنوان کارگر که میگین کارگر هستین چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ چه کار باید بکنه؟ باید به فکر ما کارگران باشه. یعنی چی به فکرتون باشه؟ چه کار باید بکنه؟ بله. شما حزب خوبی هستین، خب ما چه جوری سازمانده پیدا کنیم؟ بله من الان بهتون میگم. ببینید شما نماینده شما کارگرها باید اولین حق بله باید طرفدار رفاه برای کارگر قربان بهت جمهوری اسلامی ما حقی نداریم، این شکل نیست. بله سندیکای درست وادی نه چیزی درست وادی داریم، این شکل نیست. ولی خب ما میگم راه حل چیه؟ راه این بار به امام جمهوری مثلا امام به ما میگه که کمونیست ها ضد خدا هستن، ضد خلق هستن، ما چی بگیم؟ بله خب حالا شما پای برنامه ما بشینین ببینین که اونایی که به شما میگن کمونیست ها ضد مردم هستن و ضد خدا هستن درست میگن یا ضد بالاخره شما والله ما نمیدونیم. خب ما نمیدونیم، ما برنامه شما هر میدونیم که ما میشیم. خب خب باشه، پس شما حرف ما به دلتون میشین. ما که حرف ما رو هیچ وقت نمیدونم، ما اینجا کار میکنم 300 تا حکومت آخه این زندگی شد. اجازه بدین شما میگین حرفای ما به دلتون میشینه، درسته؟ خب خب باشین بیاین شما مثل به بقیه هم همین حرفا رو بریم بزنین، با هم دیگه دست به دست هم بدیم شهر جمهوری اسلامی رو کم کنیم. به هر حال لطف کردین اومدین روی خط، ممنونم ازتون. ان شاء الله. قربان شما. بله پای برنامه ما بشینین دوست عزیز. اولین سوالشون این بود که ایشون میگن حرفای شما به دلمون میشینه، ولی شما چه رژیمی میخواییم بیانی سر کار؟ رژیم انور خوجه، رژیم ما
این حزب حزب کمونیسته و ما فکر نمی‌کنیم که نه انور خواجه نه شوروی دوره خروشچف و نمی‌دونم غیره هیچ کدومش کمونیستی نبود. کمونیسم یعنی قدرت گرفتن شما کارگرای بجنوردی و کارگرای قزوینی و کارگرای تهرانی، اینکه خودتون تو اوضاع دخالت کنین. اگه حرف ما به دلتون میشینه که میگین میشینه، باید ازش دفاع کنین دیگه. و فریب یه عده مفتخوری که میخوان شما رو همینجوری نگه دارن به خاطر با گفتن این تبلیغات نخورین. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنین. جمهوری اسلامی نماینده کیست؟ خسته شما هم خسته نباشین. تشکر میکنم، بفرمایید. وقتتون بخیر. من خواستم صحبت کنم. خواهش میکنم، بفرمایید. آقای نیکا زمان شاه تو خونه‌های مردم نون پیدا نمی‌شد. این جمهوری اسلامی خیلی مردم بله ادامه بدیم نمایندی واقعی مردم. آقای نیکا بله بله نیکاش بیکار و ویرش تا پایین برنامه شما بگی خودم خیلی واسه ما حکومت کردی کنی. بله بله چیزی اصلا امکان داره؟ آخه اجازه بده باشه باشه عزیز من، ببین ساکت یکم گوش بده حرف من. سوال شما وایسین از جمهوری شما وایسین از جمهوری اسلامیتون دفاع کنین. وایس ساکت بذار یه سوال جواب بده دیگه. بگو جمهوری اسلامی چرا نماین ببین اجازه بده میگم بگو چرا جمهوری اسلامی چه خدمتی به کارگرا کرده، به پرستارا، به دانشجوها چه خدمتی کرده؟ اینو به من بگو. من میخواه هزاران دانشگاه تو کشور تحصیل شده باشه کارخونه من اینجا زندگی ها همش میرات روغنه. مخاطبین شما من نمیدونم چه اخشاری هم بله محتاد هم بیکار هم این افاره هم میگنن تو ایران نیست. بله حرفاتون شنیده. میگم جمهوری اسلامی نماینده کارگر است، نماینده دانشجو است، نماینده همه مردم. درود به جمهوری اسلامی. اینا حرف مزدورای جمهوری اسلامیه که شما بینندگانی که پایین و اینکه یه مش توهین به بینندگان این برنامه، به همین کارگر بجنوردی که اومده اینجا میگه. این دوست عزیز ما از بجنور الان از همین حرفا، برای اینکه بفهمین دشمنای کمونیستا کیا هستن، همینا هستن. کسی که اومده از آیت الله کثافت خمینی و خامنه ای و غیره دفاع میکنه، معلومه که باید دشمن ما باشه. معلومه که و ما بارها و بارها تو این برنامه توضیح دادیم کمونیسم یعنی اینکه جامعه انسانی باشه، یعنی جامعه دست یه مش سرمایه‌دار مفتخور انگل نباشه، یعنی یه اقلیت مفتخور بی‌خاصیت سر کار نباشه و تو کارگر قزوینی و بجنوردی و تبریزی و شیرازی و تهرانی زیر خط فقر زندگی نکنی و صداد در نیاد. کمونیسم یعنی اینکه نمیخواد اجازه بده که مردم، اکثریت عظیم مردم، به عنوان کارگر، به عنوان پرستار، به عنوان دانشجو، به عنوان مردم نمیدونم غیر بخشای مختلف مردم، زیر تبعیض، بی اختیاری، فشار، توهین و تحقیر نباشن. یه عده میان میگن که کمونیسم یعنی همین که بریم رژیم نمیدونم انور خواجه و غیره و غیره. اونا ناسیونالیست ها و سرمایه دارای اونجا بودن که مثل الان چین. چرا همه اینا که امروز میگن که آلبانی کمونیستی بود، چرا نمیگن چین کمونیستیه؟ میگن سرمایه داری بزرگ دنیاست، اسمش هم اسم حزب کمونیست. یک ذره ربط به کمونیسم نداره. دارن از کارگر $2 در روز بهش حقوق میدن کار میکنه، یعنی سرمایه داری. و اون چیزی که ما نمیخوایم، اون که ما مدام همیشه علیهش بودیم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنین. جمهوری اسلامی نماینده کیست؟ سلام آقای نیکا. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید نظر شما چیه؟ شبتون بخیر آقای نیکا. تشکر میکنم، زنده باشی. من با این سوال شما نشستم آقای نیکا. شما تو تصویر تلویزیون آدم متشخص و آدم باسوادی باید باشی. خواهش میکنم. و از ظاهر قصد آدم با شرف هم باید باشی، آدم درست هم باید باشی. ولی من قرار بر این نیست که آقای نیکا کسی مخالفت با شما بکنه بشه مزدور و یا شما توهین به رهبر ایران بکنه. سزاوار نیست. شما یه تبلیغ دارین میکنید تلویزیون، هر که خوشش میاد
برای شما زن میزنه، طرفدار شما میشه، حتی بدش میاد واسه نگاه نمیکنه. بله شما، شما رهبر ایران منظور، شما اجازه بدین رهبر ایران منظورتون کیه؟ رهبر ایران منظورتون کیه؟ نه من میخوام ببینم شما نه اجازه بدین، آخه اجازه بدین، از ظاهر شما، از شخصی شما که ما دیده بودین ایران نگاه میکنین واقعا بعید میدونه که شما کاری به شخصیت من نداشته باشه. من میگم که ببینین، اجازه بده عزیز من، سوال من اینه، سوال این برنامه اینه که جمهوری اسلامی نماینده کیست؟ تو این چارچوب شما بگین جمهوری اسلامی نماینده کی است؟ رهبر ایران که میگین منظورتون چیه؟ رهبر خودمون، آقای خامنه‌ای رهبر ماست. اوکی فهمیدیم. نه خیر، به شما اجازه نیست زیاد صحبت کردن نمیدیم. این اگر شما به کسانی مثل من هر وقت اجازه دارین تو تلویزیونتون، تلویزیون جمهوری اسلامی که با پول سر سفره مردم دزدیدین و راه انداختین حرف بزنم و علیه خامنه ای و رهبر شما حرف بزنم، اون واقع شما میتونین بیان تو این تلویزیون حرف بزنین. این تلویزیون، تلویزیون مردمه، تلویزیون مردمی است که میگن جمهوری اسلامی، همین کارگر بجنوردی و کار که میگه جمهوری اسلامی نماینده مش مفتخره، یه مش نماینده، یه مش چپاولگره، نماینده یه مش دزد سرمایه داره و معلومه که هستین. اگه کارگر، همین کارگر بجنوردی و اون کارگر نمیدونه هفت‌تپه‌ای اعتراض میکنه به اینکه دستمزد زیر خط فقرشو تازه بپردازین، پاسدارا رو میفرستین برای سرکوبش. شما هم وقت نماینده کارگرین، نماینده مردمین، چرا مردم رو سرکوب میکنین؟ چرا این همه دستگیر میکنین؟ چرا خیابونا رو قروق کردین؟ چرا زنا رو سرکوب میکنین؟ یه ذره به خودتون فکر کنین دیگه. نمیشه بیان تو این برنامه همجور چرندیات بگین، باید به جواب بدین به سوال که چرا یه حکومتی اومده تمام ثروتهای تو اون جامعه تو دست خودش گرفته و یک ذره مردم رو نمایندگی نمیکنه، یک ذره. به طرف میگی که خب جمهوری اسلامی نماینده کیه؟ نماینده دانشجوهاست. میگه آره یه عالمه دانشگاه ساختیم، ولی به همون تو همون دانشگاه اجازه میدین دانشجوها حرف دلشون رو بزنن؟ باید بجنگن، میزنن مردم که دارن حرفشون رو میزنن، ولی با شما و نیروهای مزدورتون باید بجنگن. تلویزیون کانال جدید کاظم نیکا هستم، بفرمایید. سلام آقای نیکا. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید صحبت کنید. اولا من به این آقایی که قبل من زنگ زد بگم که تو داری اشتباه میکنی، این که اینی گفت به شخصیت شما میخوره آدم درستی باشی، این نباید در روی ظاهر قضاوت کنه. کجا به شخصیت میخوره آدم درستی باشی؟ یه حتی دوست به کلاوردار جمع شدن رفتن اونجا دو از اطلاعاتی های جمهوری اسلامی هستن. دوستان عزیز بیان در مورد موضوع برنامه از جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی هست؟ و ما توی این برنامه بارها و بارها هزاران، صدها نفر اومدین توی این برنامه موضعتون رو گفتین که جمهوری اسلامی و اعتراضتون رو به فقر، به گرانی، به بیکاری، به سرکوب، به تبعیض، به توهین و تبعیض علیه بخش‌های مختلف مردم بیان کردین. و تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنین، جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی است؟ الو تلفنشون قطع شد متأسفم. و همونطور که گفتم خب روشنه که مردم همه میدونن جمهوری اسلامی نماینده کیست. از تمام وجنات این حکومت معلومه که نماینده چه کسانی است. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. درود به شما آقای نیکا. درود به شما. شرافتتون که حرف حق قراره دیگه آقای نیکا. من یک جانبازم با این رژیم 100% مخالفم. من با شهید من جنگی آقای نیکا. پای چپم از دست دادم. آقای نیکا. الان پول داروام از کجا بیارم بدم؟ به خدا اصلا من امشب چیز کردم. درود به شرافت شما. تشکر. شما دارید مبارزه میکنید آقای نیکا، من شما خیلی دوست دارم، قربانه اینکت بشم. بله روشنه که این حکومت، حکومت و از همه عمل کردش، از همه سیاست هاش، تو هر زاویه‌ای که برین معلومه که نماینده کی است. داره یک مشت مفتخور چپاولگر رو نمایندگی میکنه،
از ارتجاع عقب همین که از ارتجاع عقب موندگی دفاع میکنه. دانشگاه رو موضوعاتش عوض کردن، جلو آموزش علم رو برداشتن، کردنش موضوعاتی که آقای خامنه ای اجازه میده که تبدیل بشه به علوم انسانی. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. الو بفرمایید. خسته نباشید. تشکر میکنم، بفرمایید. از ایران زنگ میزنم. خواهش میکنم، خوش اومدین، بفرمایید نظر شما چیه؟ جان ازتون خواهش میکنم صدای تلویزیونتون رو صدای تلویزیونتون رو کم کنین، صحبت کنین. خواهش میکنم. بله بفرمایید. الو. بله بفرمایید صحبت کن. ادامه بدین صحبت کن. با کانال جدید. شما روی خط هستین؟ کانال کاظم نیک‌خواه. بله شما روی خط هستین. بله. صداتون داره پخش میشه، صحبت کنین. بله من یورش کثافات جمهوری اسلامی، پارازیت های جمهوری اسلامی است. برای اینو داشتم میگفتم که وقتی به سیاست های جمهوری اسلامی نگاه کنین روشنه که نماینده کی هست، ولی این مهمه که ما مردم با خودمون بیایم بگیم و این رو بیان کنیم که جمهوری اسلامی نماینده کیه. نماینده است یه مش کارفرما، سرمایه‌دار مفتخور، نماینده نیروهایی هست که وقتی کارگر دستمزدش زیر خط فقرش رو اعتراض میکنه براش نیروی سرکوب میفرستن. وقتی زنها آزادی میخوان نفس بکشن، میخوان تحقیر نشن، توهین نشن، نیروی سرکوب و باندهای سرکوبشون رو میفرسته سراغشون. معلومه که نماینده چه کسانی است. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. من مجددن تقریح از اینم خدمت شما و همینی از و فعالین این حس 22 سالگرده این حس رو و تقریح میدم به تمام فعالین این حس و تمام مردمی که آن آرزوهای خودشون رو در این حس میدونم و در همین دو باید میخواد یاری بکنم زندگیات منصور حکمت. سلام به شما. بفرمایید من در قناه شما. خواهش میکنم، لطف کردین اومدین. تشکر. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. من شخصی مثلا اومدم پشت خط شما دیگه من پشت خط میخواهد و باید شده علاقه همکاری کنم تمام شاید من رو شاید تمام کردیم. خب از اون خدمت من در ابتدا جواب اون بیننده هایی رو میخوام بودم موضوعی که آمدن گفتن کسایی که به خط شما زنگ میزنن اینا معتادن و نمیدونم بیکارن و علافن. من نه معتادم آقای محترم، نه بیکارم، نه علافم، نه خارج از کشورم، نه کسی به من پول میده بیام زنگ بزنم. من یه بازنشسته هستم که توی این مملکت سیستم کار کردم، زحمت کشیدم، تحصیلات عالیه دارم و خودم رو نماینده مردمم میدونم برای اینکه رساننده صدای آزادی و برابری اونها باشم. کسایی که شاید اونها میخوان خیلی از اونها بیان روی این خط ولی موفق رو تماس نمیشن. من خاله این نمونه هایی رو براتون عرض میکنم و بعد از دادم سر حرف خودتون تصدیق جواب من رو بدید. شما که میگید این مملکت تو خوب بهشت هیچ مشکلی درش نیست، حالا من چند تا نمونهش رو بفتون اشاره میکنم. روز جمعه هزار تن از مردم سامان در استان کرمان و بختیاری در یک تظاهرات بزرگ به سیاست رژیم نبی در ساختن تونل گلاب که منجر به تغییر مسیر رودخانه زاینده رود و مرگ اون اعتراض کردن. تظاهر کنندگان همچنین همبستگی خودشون رو با هموطنان خوزستانی اصفهانی خود که دست به اعتراض علیه خوش شدن کادر سیاده میزنن اعلام کردن. تظاهر کنندگان پلاکارت هایی رو به خودشون هم میکردن که روی اونها نوشته شده بود احداث تونه به گلاب مساوی با مرگ زاینده رود. هموطنان خوزستانی ما کانون رو نجات بدیم، ما در کنار شما خواهیم بود. کارگران قطار شهری شهری اخواسط روز شنبه 9 مازر در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل ساختمان دفتر مرکزی شرکت پیمانکاری تلفن تجمع کردن. حدود 300 نفر از این کارگران از روز سه‌شنبه 5 آذر تا به امروز در اعتصابند.
شما کدوم مال ملکیتی رو شناخته ایست پنج ماه حقوق بازنشسته حقوق کارگراش رو نپرداخته باشه. کارگران اخراجی شرکت تونل کاکش روز شنبه تجمع کردن و خواستار حقوق و مطالبات عقب افتادهش رو شدن. جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی پارسو در اعتراض به کاهش حقوق و مزایای خودشون تجمع کردن. جمعی از کشاورزان شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری روز چهارشنبه 6 آذر به مسدود شدن بزرگترین و قدیمیترین قنات استان در این شهر اعتراض کردن. اینا دست از کار محیط زیست هم برنمیدارن و اما نمونههایی از اعتراضات دانشجوی دانشجویان دانشگاه بلاشهر اصفهان به سانسور و محدودیتهای اینترنتی در دانشگاه اعتراض کردن و بنابر خبرگزاری دانشجویان به غیر عمومی دانشگاه تنگ ماجر اصفهان روز پنجشنبه به محدودیتهایی که اصلی گردانندگان دانشگاه برای اونها تعیین شده بود اعتراض کردن. دانشجویان دانشگاه پردیس عرق خواهان برکناری رئیس مدیر این دانشگاه به نام روز صادری شدن. دانشجویان روز سهشنبه 5 آذر در جلسه سخنرانی این موضوع ضمن درگیری با مامورین بیمارستان در جلسه سخنرانی رو به هم زدن و موضوعانی که از این دانشجوها رو دستگیر کردن. دانشجویان دانشگاه آزاد نجف‌آباد اصفهان با تجمع در مقابل دفتر رئیس دانشگاه به گیران شدن کرایه رفت و برگشت سرویس دانشجویی اعتراض کردند که این کرایه‌ها دو برابر شده. آقای زیرودی چند این دانشگاه زدن اینا چه دانشگاهی های دولتیه یا دانشگاههای آزاد یا دانشگاهی که مردم پول میگیرن؟ ولی نمونه جالبی داریم از اعتراضات زنان. بیش از 130 از زنان که در روز پنجشنبه اجازه حضور در ورزشگاه آزادی رو برای تماشای مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایتالیا و پرسپولیس نداشتن در پشت در ورزشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردن. آنها شعار میدادن اینکه بانوان به ورزشگاه حق مسلم ماست، نیرو از آزادی سهم ما زنان هستش و چند قدم تا آزادی مانه، آزادی حق من هستش، ایران وطن من هست. مجالی اینجا هستش که اونها آمده بودن و در فاصله اینکه به صدا بوده بین این مسابقات موه خانه آباده بودن اونجا را بندازن که در جریان این موه خانه ها به طریق از جوانان موه خانه ها رو هو کردن و مجلسشون رو به هم زنن. تشکر میکنم از تو. گفتم اگر ممکنه یک کمی کوتاه کنید چون دوستان دیگری روی خط هستن، ببخشید. قطعاً بله من یه خبر کوتاهی هم داشته باشم. در رابطه با عفو بین الملل که خواستار آزادی فوری شده برای زندانیان سیاسی، زندانیانی که الان در خطر اعدام هستند و دولت آلمان هم به خاطر افزایش موج اعدامها رو در ایران محکوم کرده و با توجه به شرایط فعلی که ایران آمده و با توجه به قطعنامه به اصطلاح جدیدی که به اصطلاح داشتن در ژنو هنوز داره به نقض حقوق بشر ادامه میده، اونها تحریم ها رو علیه ایران دوباره اضافه کردن و آمدن دوباره 17 شرکت رو در ایران جزو این تحریم ها بردن. حالا شما ببینید که فشار این تحریم ها روی کی هست؟ آیا جزو این هستش که این فشارها رو روی مردم ایران هستش؟ حالا اون که خیلی اون رژیم رو دوست دارن و ازش طرفداری میکنن و میگن شما میشون تومین میکنن، یا چهار تا از این موردان جواب ما رو بدن. خواهش میکنم، لطف کردین که اومدین و خبر رو گفتین و از نکات خوبی که مطرح کردین. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنیم. سلام عرض میکنم. سلام به شما دوست عزیز. ممنونم. شما خوبه انشاءالله. خواهش میکنم. نظرش ببخشید شما این مردم که حرفه این ناجور میزنن، شما باید به شما خسته نباشید بگم. اینا مردم نیستن. ما اینا رو میشناسیم. اینا رو میشناسیم. نگر اینا مزدورن. این دیگه مردم. بله. اینا معلوم الحال هست من. اینا معلوم الحال هست. بله اینا رو روشن همه میشناسن. میپرسید چند میلیون میگیره یا آقا دفاع میکنه؟ دقیقا در ما چقدر اضافه بهش میدن؟ دیگه والا یه عده خیلی زمانی که نوال 57 رفتن، همه چی رو گذاشتن رفتن، یه عده بعد از جنگ حالیشون شد داشتیم تو فامیلا کسی رو، بعد از آن یه عده همین سال 10-15 سال پیش فهمیدن اینا اینگار حالا نمیخواه بفهمن. الان تو اون جنگل آمازون تو آفریقا میدونن ایران چه خبره. آقا نیخوا دقیقا بله درسته از کردم با. خدا رو شاید میگیرم تو اون جنگل ها که میگن آدم خارن میدونن به یکی که ملت ایران چی میگذره. توجه فهمونی؟ بله بله اینا هنوز کشورن حالیشون نیست.
یعنی این که حالیشونه خودشونه کوچه علی چپ میزنن، این پول میگیرن همونطور که خودتون گفتی. بچه پنکره همه چیره میفهمه. خلاصه میخواستم اصخایی کنم که شما نه خواهش میکنم نه ناراحت نشین از این حرفایی زیر افراد نه خیر این اینا که اینا دشمن های مردم هم طبعا دشمن ما هم هستن. خدا رو شاهد میگیرم الان بچه پنکره همه چی میفهمه. چاره ای نیست فعلا، فعلا یه راهکار پیدا کنید مثل ما پیرمردایی که همیشه نشال شما هایی یه راه پیدا کنیم از این گوشه مملکت فرار کنیم. نه راهش فرار نیست، ما هم قرآن در میاد بر راهش اینه که ما از 57 داره اخبار گوش کردیم دیوانه شدیم دیگه، اما ما روانی شدیم به خدا. الان همسن و ساله ما میدونن چی بگم. از 57 این تابستان 57 که اصفهان شد و در حکومت نظامی شد ما الان داریم اخبار گوش میدیم، از دیگه زله شدیم اقل اخبار گوش کردیم. بله تشکر میکنم لطف قربان شما. ما اهل توحید هم نیستیم، هیچ کم همه رو دوست داریم، هیچ کم توحید نمی کنیم. معلوم ولی بوده که باز دیگه همینی که هست خدا خودش مگه یه فرجی بکنه. بله قربان شما. نه میتونیم به هر حال همین مردمی که 88 میلیونی جمهوری اسلامی رو تا لبه سرنگونی بردن در یه سال دیگه 6 ماه دیگه نمیدونم برخلاف این حکومت دورش گذشته دوستان، از دوره دیکتاتورها و نمیدونم سرکوبگرها و مخصوصا این تهجر و عقب ماندگی و اینا دورش گذشته. ما انقلاباتی تو منطقه داشتیم، خود 88 داشتیم، مبارک و بن علی و نمیدونم قذافی و اینا رفتن و جمهوری اسلامی الان تو وضعیتی هست که یک وصله ناجوری تو تن بشریت هست که باید هرچه زودتر گورش گم بکنه. جامعه ایران جامعه بسیار مدرن، بسیار پیشرو، بسیار آزادی طلب و مدرنی هست که قبول نمیکنه، نمیخواد این حکومت رو داره توف میکنه. تلویزیون کانال جدید سلام کردم، شب شما بخیر. تشکر. جمهوری اسلامی نماینده طبقه، نماینده طبقه سرمایه داری شیوه عقب افتاده ایرانه. علی خامنه ای نماینده سرمایه، نماینده طبقه کارگری، نماینده بهمن کسی، نماینده کسی که رفته تو جنگ تجاری ایران و عراق جنگ کرده پاش از دست داده نماینده نیست. این حزب نماینده طبقه کارگری، این حزب نماینده اون زحمت کسی که پاس از جنگ ایران و عراق از دست داده. جنگ ایران و عراق درست دادن به خاطر اینکه ما رو سرکوب کنن، زندانی سیاسی زندان بندازن، اعدام کنن. من یه انقلابیان چرا انقلاب کردم؟ به خاطر اینکه تو ایران تهران حلالی آقا بود تو زمان حاجی محمد رضا شاه پهلوی، تو کردستان آقا شاهی دلی نبود، تو خوزستان آب نبود بخورن مردم، تو بر اینجا سن امکانات نبود، به خاطر امکانات تمیز نبود برای بچه زن نسبت به زن، اصلا زن برده مردم یه مرد میتونه چهار زن یارم زن نمیتونه نواز بکشه. من به خاطر انقلاب کردم، به خاطر انقلاب کردم که کار مرزی نمیخواستم، میخواستم مثل انسان زندگی کنم، برای حقوق زن و مرد میخواستم، زندانی سیاسی نمیخواستم، اعدام نمیخواستم تو زمان شاه. به خاطر انقلاب کردم، یک کفک زده را آورده کشورهای اروپایی و بناهای حزب توده و در این خورده و جای انقلابیه. هیچ انقلابی درون این سیستم و درون این نظام نبود. از روز اول بنا بردن، نه شروع سری نه تو سری. آقای بنی صدر گفت شورمونه همه پوچه، این سیستم همه پوچه. من یه نظام میخوام، نه نظام البانیه نه نظام شورویه، یه نظامی میخوام بر مجرای حکومت شوروی، یه نظامی میخوام بردگی کارمزدی نباشه مردم تا کی آخه. یه شعرم میخوام بگم، میگه برای اینکه از نظام دفاع میکنن، میگه طبیعت به نمون دومیکن نمون سبت ناسدا و نامش آدم نمون در آدمی بیدومی دومی کوچه. من آرام از همچین آدم هاست. خیلی برمیدم از دیبا تشکر میکنم، لطف کردین، ازتون خواهش میکنم دفعه بعد کمی آرومتر حرف بزنیم که صدا قابل تشخیص باشه برای بینندگان دیگه. تلویزیون کانال جدید درود به شما، بفرمایید. الو. الو سلام به شما، بفرمایید. سلام آقای نیکا. بله سلام به شما، بفرمایید.
آی نیکو، اول من میگم اگه یک میخوای یک مناره بدوزی، اول فکر چاه اندازه اون باش که بودن اونجا بدی. هر کی میاد شما میگی جمهوری اسلامی نباشه، بعد به شما میگه خب اگه اون نباشه چی باشه؟ کمونیست باشه، مثلا کمونیست مثل کره شمالی کوبا شوروی، میگه نه اونا اسمش هم کمونیست بود، کمونیست نبودن. شما یک نمونه موفق نمیتونی بیاری از کمونیست. بله. بله. ببینید بحث برنامه‌مون هست، جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی است. من به شما در مورد کمونیست توضیح میدم، شما موضوع برنامه صحبت جواب جواب برنامه رو بدین و بعد بله. من یک دقیقه در همین رابطه موضوع شما هستم. نگاه کنید، شعار دادن به تن چون توهین‌آمیز دارین حرف میزنین صداتون رو قطع میکنن. بله، ما نماینده مردمی هستیم که میخوان مذهب تو حکومت دخالت نکنه، میخوان کارگر زیر فقر زندگی نکنه، میخوان زن تحقیر نشه، میخوان اعدام نباشه تو اون جامعه، میخوان زندانی سیاسی نباشه. کمونیسم یعنی اینا. هر کسی که این چیزا نیست رو ما قبول نداریم، هیچ وقت هم قبول نداشتیم. ما هیچ وقت نه طرفدار حزب توده بودیم، نه طرفدار شوروی بودیم، نه طرفدار آلبانی بودیم، نه طرفدار هیچ کشور دیگه اینجوری، و هیچ نمونه وجود نداره. هیچ یه موقع هم همه دنیا بردهداری بود، هیچ نمونه بهتری نبود. یه عده آدما مثل ما اومدن جلو گفتن آقا جون بردهداری قبول ندارم. یه عده اومدن افتادن جلو گفتن فئودالیسم قبول ندارم، نمیخوام یه مش مالک مفتخور رو دنیا حاکم باشه. امروز هم همه جا سرمایه‌داری حاکمه. ما کمونیست‌ها افتادیم جلو، میگه مردم حق دارن زندگی انسانی داشته باشن. نمیشه اینو بگیم، نباید بگیم، باید قبول کنیم همین که همینجوری که مردم بی حقوقن رو باید قبول کنیم. نه خیر، مردم قبول نکردن، ما هم قبول نمی‌کنیم. تلویزیون کانال جدید کاظم نیکخواه هستم، بفرمایید. الو بفرمایید، صدای تلویزیونتون رو کم کنین لطفاً. بفرمایید موضوع برنامه از جمهوری اسلامی نماینده کیست؟ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر میکنم، شما هم خسته نباشید. نظر شما چیه؟ جواب شما چیه؟ نماینده مردم مفخوری است که در فرصت واسه در نماینده متضاف نظامه دیده. ببخشید صداتون مفهوم نیست، نمیدونم، شاید از تلفن یک کمی فاصله بگیرین. ادامه بدین. الو بهتر شد، بهتر شد، ادامه بدین. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز. قربان شما، ادامه بدین، صداتون داره پخش میشه، ادامه بدین. آقای نیکو. بله بفهم. ببین دوست عزیز، خواهش میکنم صدای تلویزیونتون رو دوست عزیز کم کنین، صدای تلویزیونتون کم کنین و به صدای من اینجا گوش کنین. صداتون با تأخیر پخش میشه. صداتون الان کاملا خوبه، صحبت کنین. آقای نیکو خسته نباشید. ممنونم. خوبه قربان شما. گفتین از کجا زنگ میزنین؟ خراسان تایوان. بله بله، ادامه بدین. خب نظر شما چیه؟ اینجا اهل تسنن همه سوخته هستن آقای نیکو. اینجا چی هن؟ اهل تسنن اینجا هستی که خزشی برای جمهوری اسلامی ندارن آقا. بله ادامه بدین صحبتتون، نظرتون رو بگین، فضا اونجا رو بگین، نظر مردم چی هست در مورد جمهوری اسلامی بگین. مردم اینجا بسیار ندارن از دست جمهوری، بخاطر اینکه اینا نمارستن زندگی ندارن هیچی. بله، شما خودتون شغلتون موقعیتتون چیه تو جامعه؟ کارگرین، بیکارین؟ نه ما یک کارگر هستیم، اصلا اینکه به فکر ما نیستن. معلومه، بله. یعنی چطوریه؟ وضع زن... اگه مرشیم ندیدارن، هیچ کس ندیدارن. بله، مردم در مورد جمهوری اسلامی چی فکر میکنن؟ میگن یک مشتی مفخور بالا نشسته هستن و پول جمهوری و کشور جمهوری اسلامی را ایفوین میکنم و من فکر مردم معتزف به هیچ امان نیستن. بله تشکر میکنم از اینکه اومدین روی خط، بازم پای برنامه های ما بشینین برحال و بازم بیاین تو برنامه صحبت کنین. باشه باشه قربان شما.
بله معلومه، مردم هیچ گوشه از این مملکت جمهوری اسلامی رو نماینده خودشون نمیدونن، به جز یک مشت مزدور اطلاعاتی مفتخور که حقوقای بالا میگیرن، یه مشت آدم های مزدورن، اجیرن، خونخارن، آدم کشن، و یه مشت سرمایدار کله گنده میلیاردر از نهادهای مختلف حکومت. مردم هیچ بخششون از این حکومت رو قبول ندارن. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. الو شما روی خط هستین، صحبت کن. ببینید بله سلام به شما، صدای تلویزیونتون رو ببندین، صداتون پخش میشه، صحبت کن. بفرمایید. بله بفرمایید. بله بفرمایید، صداتون داره پخش میشه. الو صداتون داره پخش میشه. مثل اینکه صدا نداشتین دوست عزیز. دوستان وقتی میان روی خط شروع کنین صحبت کردن، ممکنه صدای خودتون رو از تلویزیون فوری نشنوین، یک کمی با تاخیر متوجه میشین. بله بحث بر سر این بود که جمهوری اسلامی نماینده سرمایه‌داراست، نماینده کسانی است که میلیارد میلیارد می‌دزدن، نماینده اون کارگر بجنوردی که 300 هزار تومان حقوق می‌گیره نیست، دشمن ایناست، نماینده مردمی نیست که محکومشون کرده به زیر خط فقر، معلومه نیست، دشمنشون. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. سلام به شما، تشکر میکنم، نظر شما چیه؟ جمهوری اسلامی نماینده بازاری های مفخور، سرمایدار های گردن کلوب و همین آقایون مزدورایی که میان روی خط. آقایی که میان روی خط توقی میکنی به بینندگان و میگی در این خط بیمارستان و دانشگاه احداث میشه، بیمارستانی که در اون اگر پول نداشته باشه شما سرویسی نمیده، ببخشین اجازه بدین صداتون یک کمی، اگر یک کمی شاید فاصله بگیرین از تلفن صدا بهتر بشه. اول خوب بود صداتون، ولی برای اول صداتون خیلی خوب بود. بله صداتون مفهوم بود، ولی ادامه بدین بقیه حرفاتونو بزنین. بله داشتن میگفتم دانشگاه هایی در اینجا احساس شده که در واقع مهندسی رشته ها رو به دست خود آقایون فرمانداره، رشته هایی مثل مدداری، مثل سایبری که در واقع یه بود موضوع دارن خودشون پرورش میرن. ما همچین دانشگاه هایی رو نمیخواییم، ما همچین بیمارستان هایی رو نمیخواییم که اگر بیمارمون رو میبرن اگر پول نداشته باشیم به ما این سرویس نمیدن. آقای مرد بی خود میکنی اصلا پای این برنامه میشینی، هر شب میری وقت میگیری یه مرد عراضی سر هم میکنی و به هم دیگه میبافی. میاره از این کانال نگاه نکن، اون برای نگاه صدا جمهوری اسلامی نگاه هی حرف بزن. سرتون بخیر، خدا نگه. تشکر میکنم از اینکه صدای میلیون ها نفر رو علیه مزدورای جمهوری اسلامی اومدین اینجا نمایندگی کردین. بله جمهوری اسلامی یعنی دانشگاه های جمهوری اسلامی، یعنی فرصت نمیشه به هر حال صحبت ها شد. تلویزیون کانال جدید بفرمایید روی خط هستین صحبت کن. الو صدای تلویزیونتون کم کنید دوست عزیز و صحبت کنید. ما آب و برق را مجانی کرده، ما مسکن رو بر جوانان مجانی کرده، ما لاشخورها آمده تا خون مردم رو در شیشه بکنه، ما لاشخورها ادف. بله شون هم داشتن ادای یعنی صدای خمینی رو که تلویزیون کپی میکردن به اصطلاح. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید. الو صدای تلویزیونتون رو کم کنید دوست عزیز. درود به شما دوست عزیز، بفرمایید.
صدای تلویزیون بله بفرم. با قدرت راهتون ادامه بدید. باور کنید که جامعه حرفای شماست که افق پیش روی ما ایرانی هست. درود بر شرافت تمام مخالفین این رژیم جلاد. آقای میکا اگه این کارهای مخالف نبودن الان قصدهای زنجیری هنوز ادامه داشت. اگر این کارهای مخالف نبودن الان تو این مملکت نمیشد بشینی یک جب صحبت راحت راجب مخالفت رو به جمهوری اسلامی بکنید. آقای میکا گول حرف اینا رو نخورید. اصلا شما ضعف کار که زانرید بخاطر اینا معلومه. با قدرت تمام دراتون آمید افق دیشبه ما آزادی خواهانید. اینا که میان اجازه به برنامه شما اداره بیادری میکنن اینا زیر پتو لا پتو دارن مخالفت میکنن. اینا اگر احترام واسه خودشون قائل باشن این حرفا رو نمیان بزنن. اینا ایرانی نیستن، اینا شرافت ندارن، اینا مخالف فرهنگ فارسی هن، اینا موافق جمهوری اسلامی نیستن، اینا کسایی هست که با تاریخ ایران مخالفن. آقای میخوا بله تشه حالا اینا خواستم نه که جدیت کار که ادامه بدید. اصلا یک لحظه فکر نکنید که ایران فقط این حیوانات زندگی میکنن. روش نه به مثل جلال فتی، مثل محمد عبدی، مثل علیرضا حمزه غلامی که تو زندانهای سیاسی دهه 70 با هم بودن اعدام شدن. شهید روح‌الله لشکری با 40 درجه تب خب دیرکن ادام شدن. آقای نیکا تشکر میکنم از تون. بله ممنون. ما اینا رو میشناسیم و همه ما فقط خارج نیستیم، ما تو ایران هستیم. میلیون ها نفر مردمی که هزاران نفر کارگرن، دانشجوان، زن تحت ستمن از همین ایده ها و از دفاع میکنن و با ما در ارتباطن. تلویزیون کانال جدید کاظم نیکا هستم، بفهمید. الو بفهم. بله موضوع این هست جمهوری اسلامی نماینده کیست؟ والا من باید بگم این سوالی که طرح کردیم جا داره که بتون آفرین و صد آفرین بگم، به خاطر اینکه خود این سوالی که مطرح کردی خودش خیلی چیزها رو مشخص میکنه. یعنی سوال مطرح کردن خودش 90% پاسخ هم در خودش داره. خیلی خنده داره که مثلا اگر من بگم یا کسی دیگه بگه که جمهوری اسلامی نماینده زنانه. صدا میاد؟ بله بله صداتون داره پخش میشه، ادامه بده. خیلی خیلی خنده دارتر از اونه که مثلا بگیم که جمهوری اسلامی نماینده طبقه کارگره یا طبقه مزد بگیرانه، یا بگیم خیلی خنده داره بگیم جمهوری اسلامی نماینده دانشجوهاست مثلا معلمان یا پرستاران یا کلن زحمتکشان و مزد بگیران. و تنها چیزی که یعنی فقط میشه گفت برای جمهوری اسلامی که نماینده سرسخت سرمایه‌دارا و دلالا و واسطه بازا و رانتخارا و جنایتکارا و جلادا و این چیزا. همین رو فقط بخواستم بگم. یعنی اگر خیر از این بگیم خیلی خنده دارش. یعنی حتی بقول یکی از بچه ها مرغ پخته هم میخنده اگر بگیم مثلا آقا نماینده کارگرا یا نماینده پرستارا یا نماینده نمیدونم هر کس زحمتکشی که کار میکنه. من یه سوال ازتون دارم. سوالم اینه که اگر بالاخره اگر یک حکومتی یه حزبی بخواد نماینده همون کارگرا، زحمتکشا، پرستارا باشه چی باید بگه، چی کار باید بکنه؟ دقیقاً همون کاری باید بکنه که شما دارید میکنید. یعنی باید رؤوس یک دنیای بهتر رو در بین کارگرا، در بین مردم تبلیغ کنه. یعنی چی تبلیغ کنه؟ یعنی که مردم در درون خودشون چیزهای خوب و بد خوب تشخیص میدن. ببینید مثل اینه، مثلا شاید این صحبت اینطوری بهتر بگم، هیچ کدوم از مردمی که به اصطلاح موسیقی رو گوش میکنن موسیقی رو نخوندن، علم موسیقی رو فرا نگرفتن و هیچ کدوم مثل بتهوون و شوپن و نمیدونم
انواع اقسام این موسیقی دانا که موسیقی رو میزنن و میخونن موسیقی رو یاد نگرفتن، ولی اگر یکی موسیقی دانی، اگر یک خواننده یه نوت، یه اپسیلون، یه به اصطلاح یه نیم پرده حتی جا به جا بگه، خوب تشخیص میدن که این آقا خارج داره میخونه. همه حتی یه کسی که پشت کوه هم هست و میگیم دهاتیه و نمیدونم موسیقی هم زیاد گوش نکرده میتونه تشخیص بده که این آوا میزونه یا نه، فقط باید بشنوه. و حالا حزب طبقه کارگر، حزب کمونیست کارگری، شمایی که داره این صحبت ها رو میکنی، این حرف ها رو میزنی، این اندرت ها و پند ها رو میدی، هر کسی میتونه حتی چیزی که از کمونیسم هم اطلاع نداره، از قوانین بشری هم اطلاع نداره، از هیچی اطلاع نداره، وقتی میشنوه مثل اینه که یه چیزی که بدنش یه مثل یه قانون هست توی سیدی که قانون تشدید، یه چیزی تو بدنش تشدید میشه و این تأثیر میذاره، این تأثیر بذاره و خود به خود تأثیر میذاره. و من درست میگم به شما که بخوای که نخوای، یعنی این تأثیر رو توی تمام جامعه داره. تشکر. حزبی میتونه برای مردم مفید باشه که حزبیه، یه آینه بذاری که خودتون نگاه کنید متوجه شید. تشکر میکنم ازتون و ممنون از نکاتی که گفتیم. ببخشید من قطع کردم، واسه من نمیدونم صحبتتون تموم شد یا نه، ولی تلویزیون کانال جدید جمهوری اسلامی نماینده کیست؟ نظر شما چیه؟ قطع شد. بله، تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط هستیم. بله شما رو خط هستین، منم کاظم نیکخوا هستم در خدمتتون. بفرمایید صحبت کنین. موضوع برنامه‌مون هست جمهوری اسلامی نماینده کیست؟ می‌خواستم بگم ما این نماینده رو نمی‌خوایم. بله ادامه بدین. میتونم ادامه بدین؟ آره من از دوستان گلستان زنگ می‌زنم. بله بفرمایید. میتونم خواهش کنم صدای تلویزیونتون رو ببندین و بعد صحبت. من بستم. بله خب ادامه بدین، ادامه بدین. آره دیگه این شوهرم بیکاره، یه دونه بچه داریم. بله ادامه بدین. آره دیگه من این ملت اصلا راضی نیستم. بله شما فکر گفتین شما این نماینده رو نمیخواد جمع. آره دیگه ما این رحمت رو راضی نیستیم، اصلا قبول نداره. بله ادامه بدین. آره دیگه فکر میکنین که بالاخره اگر یه دولتی بخواد شما رو نمایندگی کنه چه کار باید بکنه، چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ من الان شوهرم بیکاره، یه بچه کوچیک دانش رو خوش بخوام بگیرم پول در لازمانه. بله شما خودتون چقدر دیگه. شما شوهرتون بیکار، خودتون کار میکنین؟ نه من بیکارم، با همین یارانه مستاجریم. بله یعنی مثلا با 200-300 هزار تومان در ماه زندگی میکنین؟ آره دیگه با همین یارانه، با سختی، با بدبختی زندگی میکنین. من همیشه برنامه تون نگاه میکنم. بله لطف دارین پای برنامه های ما بشینین و این تلویزیون رو به دوستان دیگه معرفی کنین. ما شما مردمی که این حکومت رو نمیخوایم میتونیم دست به دست هم بدیم، خودمون از شر این حکومت خلاص کنیم و یه جام دنیای بهتری بسازه. دست شما در نکنه، ممنون، مرسی. قربان شما. بله چند میلیون نفر تو اون جامعه مثل این خانم وجود دارن، مثل این کارگر بیکار، خانواده‌هایی که درآمدی ندارن و زیر فقر و نمیتونن یه شیر خشک برای بچه‌شون بخرن. تلویزیون کانال جدید کاظم نیکخوا هستم، بفرمایید. الو سلام، خوش آمد به فرای نیکخوا. بله سلام به شما، حالتون چطوره؟ حال شما خوبه، زنده باشه، خیلی ممنون دارین. میخواستم عرض کنم خدمتتون آقای نیکخوا، جمهوری اسلامی نماینده عقاید در ایرانه.
نماینده چینه، یعنی تمام چیزایی که چین بهش دیکته میکنه، روسیه بهش دیکته میکنه، در خاورمیانه در انجام میده همین. و نماینده آقای بشار اسد برای کشتن مردمش، نماینده حماس تروریست، نماینده حزب الله تروریست در دنیا، در آرژانتین بمبگذاری میکنن، در یوگوسلاوی رومانی نمچکوتاو اینا بمبگذاری میکنن، نماینده هرج و مرج در دنیاست، نماینده منفجر کندر تمام سفارتهای آمریکا بر اسرائیل، چه در آفریقا، چه در آسیا، چه در اروپاست، نماینده تمام تروریستای جهانه، نماینده ملا عمر در ایرانه، نماینده القاعده است، نماینده من نیست، نماینده هرچه هرج و مرج در دنیاست، نماینده بیقانونیه، نماینده مش گردن کلوبه، پاسداره، تا دندان مسلح و اطلاعاتی و بسیجی و لباس شخصیه. اینایی که نه از قانون اساسی ایران بوی بردن و نه از قانون بین الملل بوی بردن، اینا نه اطلاعیه جهانی حقوق بشر رو خوندن و نه بهش اعتقادی دارن و نه به قراردادهای بین المللی احترامی میذارن و نه به این اتفاقیهایی که بین خودشون و کشورهای دیگه بند بلاوی یک احترام میذارن. امروز عقد قرارداد میکنن، فردا میگن آقا ما میخوام یه نیروگاه جدید اتمی درست بکنیم. اینا به هیچ پایبند نیستن، نماینده من ایرانی نیستن، نماینده من شهروند ایرانی نیستن. اینا اصلا من نمیدونم نماینده کی هستن، هر کی هستن نماینده من یکی نیستن. چرا؟ به دلیل اینکه به درد من نمیخورن، ثروت ما رو از برباد دادن، تمام ثروت ملی ایران رو برباد دادن، هرچی گاز، هرچی نفت، هرچی نمیدونم سرمایه زیرزمینی و بالا زمینی و هرچی زمین کلا از بین بردن، هرچی تحصیل کرده در ایران هم مهاجرت کردن به کشورهای دیگه پناهنده شد. پس نماینده من نیستن. مهاجرت مهاجر شما سراغ دارید، الان برید تو استرالیا و فیلیپین و مالزی و کانادا و اروپا و کلن ببینید ایرانی ها ریختن. پس نماینده من ایرانی نیست، نماینده کیه؟ مطمئنا نماینده القاعده است، ترور، جنگ، هرج و مرج، بمب اتم، نماینده این چیزا، نماینده آن کسی که اسلحه بگیره مردم خودشه بکشه، نماینده اون نیروی انتظامی است که میاد با احساس افتخار میاد اونجا مردم میبره بالا چوبه دار. نماینده اینه که وقتی یه زندانی ایرانی در فیلیپین گرفتنش با هر دلیلی میگن آقا جز این مریضه، یک زندانی باید بهش رسیدگی بشه، هرچی هست انسانه، یک انسانه باید بهش رسیدگی بشه، میبرنش پیش دکتر بهش میگه آقا من مریضم، میگه آقا جون تو که میخواد اعدامت کنن دیگه من برای چی دارو برات خرج کنم؟ این یه ایرانیه آقا خامنه‌ای، گوش بده، تو نماینده من ایرانی نیستی. چرا؟ چون اون هموطن ایرانی که تو فیلیپین داره اعدام میشه میره پیش دکتر بهش میگن آقا جون ما دارو بهت نمیدیم، چرا؟ چون چند روز دیگه قرار اعدام بشی، تو خرجی گذاشتی رو دست ما. پس نماینده من نیستی آقای خامنه‌ای، آقای روحانی نماینده من نیستی، تو مجلس تو یه کابینه بیشتر نیستی. چرا؟ چون هیچ قانونی به نفع من در مجلس تصویب نمیشه. پس تمام این نماینده ها ایوانایی هستن که در یک استبل دارن زندگی میکنن، برو استبل و کابینه اسمش مجلسه. من به عنوان یک شخص شهروند ایرانی مجلس ایران رو یک کابینه میدونم، یک استبلی که گور و خر و سگ و گاو و اینا توش زندگی میکنن، بس سلام، هیچ چی دیگر توش نیست. چرا؟ چون هیچ قانونی به نفع کودک خیابانی در اون تصویب نشده، برای آزادی زن درش قانون تصویب نشده، برای کارگر بیچاره که میاد اعتراض میکنه درش قانون چیز نشده، برای زندانی سیاسی و رهایی از این بدبختی ها و شکنجه هایی که داخل زندان میشه هیچ قانون تصویب نشده، برای برابری زن و مرد هیچ قانون تصویب نشده. پس این مجلس طویله است و اونایی که بزرگای اون چه اشخاصی که داخل مجلسن، از رئیس مجلس گرفته تا رئیس قوه قضاییه، تا رئیس قوه مجلسیه و رهبر این کشور، اینا همه چه حیوانایی هستن که رهبر من نیستن، نماینده من نیستن. نماینده کی هستن؟ همونایی که من قبلا اسم بردم.
جناب نیکو اگه امرید اسم خداحافظی میکنم. تشکر میکنم از نکات بسیار خوبی که گفتین، حرف دل میلیون ها نفر رو تو اون جامعه بیان کردین. بله دقیقا، چند میلیون نفر تو اون جامعه فکر میکنن که این دوست عزیز ما حرف دلشون رو زد. چند میلیون کارگر، زن تحت ستم، دانشجو، پرستار و غیره. تلویزیون کانال جدید کاظم نیکخواه هستم، بفرمایید موضوع برنامه از جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی است؟ نظر شما چیه؟ الان میبینید؟ بله صداتون داره پخش میشه، شروع کنین صحبت کردن و معطل نکنین. جمهوری اسلامی ایران نماینده ماست. بله من نماینده های خودمون فقط یه دونه یه انتظار داریم، این هم اینه که فقط عادل باشن، وگرنه ما به روسری بس به هر چی که هست توی جمهوری اسلامی ایران توی ایرانمون اعتقاد داریم و دوستش داریم، به اعتقادات خودمونم احترام میذاریم. شما موافق این که یک مرد چهار تا زن سیغه ای و صد تا زن غیر سیغه ای داشته باشه؟ غیر نه اصلا. خب جمهوری اسلامی که نماینده شما هست اینو قبول داره، قانونشه. شما موافق این که حقوق زن نصف مرد باشه؟ اینطور نیست، این خود زنه، این خود زنه که حقوق خودشو مشخص میکنه که جامعه. نه شما قبول دارین که حقوق زن نصف مرد باشه، نه حقوق درآمدشا. منظورم اصلا شهادت زن، شهادت دو تا زن به اندازه یه مرد باشه. شهادت دو تا زن میدونی چطوره آقای محترم؟ شهادت دو تا زن درست نصف مرده. مثلا این هم از دوره اسلام اومده. بله شما موافق، بله من میخوام ببینم شما موافق این که چندین میلیون کارگر حقوقشون زیر خط فقر باشه؟ نه میدونی چطوره؟ بله مثلا اینا میتونن خودشون با کارکرد خودشون، مثلا کار خودشون تعیین کنن، مثلا خیلی کارخانه هست، مثلا کارخانه انواع کارخانه هست که مثلا توی شهرها، خب مثلا آیت الله جنت بله من میگم آیت الله جنتی چقدر کار میکنه در روز که ماهی چند میلیون تومان و دلار درآمد داره؟ مثلا من خودم کارخانه دار هستم. شما کارخانه دار هستی؟ بله من میگم که آقای جنتی، آیت الله به اصطلاح، ایشون چندین میلیون درآمد داره. خود احمدی نژاد و اینها گفتن ایشون چقدر کار میکنه که شما میگه هر که خوب کار کنه درآمدش بیشتره؟ یعنی کارگرای مثلا یعنی کارگرای هفت تپه کمتر از آیت الله جنتی کار میکنن یا تبسی یا خامنه‌ای؟ نه اصلا اینطور نیست، ما به اینا کلا احترام میذاریم. بله تشکر میکنم ازتون، تشکر میکنم. به هر حال صحبت روشن بود. شما به عنوان زنی که میگین که بخیر من قبول ندارم که زنان روش تبعیض باشه، قبول ندارم که یک مرد چهار تا همسر داشته باشه، ولی در این حال یه مش کثافاتی رو که هزار تا، نه فقط اینها، هزار تا قانون دیگه، دختر 9 ساله رو میخوان به ازدواج بکشونن، اینا نماینده خودتون میدونین دیگه. یه کمی به خودتون فکر کنین ببینین خودتون رو تحقیر نمیکنین؟ تلویزیون کانال جدید کاظم نیکخواه هستم، بفرمایید. یه مقدار شخص. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید صحبت. بله بفرمایید. جناب آقای نیکخواه، این سوالی که روی صفحه هست الان جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی هست، بنده به عنوان یک کارگر ایرانی، کارگری که از قبل از انقلاب توی جنبش‌های مردمی بودم، توی انقلابات توی درگیری‌ها بودم، خدمت را هستم که جمهوری اسلامی ایران نماینده خلق قهرمان ایران هست. بله همونطور که امام خمینی نماینده خلق قهرمان ایران بود. و این رو بگم که شما عنوان یک کمونیست شخص نمیتونید نماینده ملت ایران باشید. من حالا بذارید تکلیف ما رو، تکلیف ما رو جدا کنین، تکلیف جمهوری اسلامی رو بذارین اول روشن کنن مردم.
جمهوری اسلامی، شما میگین نماینده خلق قهرمان ایرانه، شما هم خودتون رو ظاهرا کارگر میدونین که من فکر نمیکنم یه دونه کارگر توی بله من بله نه نمیخواد به هر حال مهم نیست، شما هر کی هستین، شما من میخوام ببینم شما کارگرایی که چند میلیون کارگر تو ایران وجود داره که حقوقش زیر خط فقره، چند بار کارگرا سرکوب شدن، اجازه بدین چند بار کارگرا سرکوب شدن، اجازه بدین من میگم چند بار پاسدار و سرکوبگر جمهوری اسلامی رو فرستادن کارگر هفت‌تپه و کارگر شرکت واحد و کارگر پتروشیمی رو سرکوب کنه به خاطر اینکه دستمزد عقب افتاده شون رو میخواستن. اینا نماینده شما هستن؟ ببین کارگرایی که صداتون قطع شد. بله کار جمهوری اسلامی نماینده شماست. من مطمئنم که شما هیچ کارگری این حماقت رو نداره که بیفته پشت سر یک حکومت ضد کارگر، دشمن خونی کارگر. متاسفم که اینو بهتون میگم، ولی شما خودتون دارین خودتون اینطوری معرفی میکنین. تلویزیون کانال جدید جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی است؟ بفرمایید. سلام، درود به شما دوست عزیز. خواهش میکنم صدای من میخواستم بگم که جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی دو هست، یکی از لحاظ بین‌المللیه، یکی از لحاظ مردمی. جمهوری اسلامی از لحاظ بین‌المللی نماینده کشورهای دیکتاتور هستن، نماینده کشورهای مثل سوریه و چین و کره شمالی و آمریکا و روسیه و اینا هست که مردم با استفاده از دین در زنجیر و سلطه نگرده است. تا زمانی که من دیدن مردم منافعشون تو ایران و خاورمیانه داره با خطر میفته و مردم دارن احزاب کارگری و تشکلات کارگری در ایران برپا میکنن و کمونیست‌ها دارن پیروز میشوند، بدن ببخشید صداتون یک کم ایراد داره، مثلا از تلفنتون فاصله بگیرین شاید بهتر بشه. الان میاد صدا؟ بله بفرمایید. بله ادامه بدین. الان بهتره؟ بله بله. چون اصلا سوکش بودم و با روان انسان بازی میکردم و مردم به سمت دین میکشونن، این افراد آخوند بودن، این افراد آخوند بودن و برای این کشورها برای دوام کشورها مثل آمریکا، انگلیس برای دوام نفع کشور خودشون اومدن و آخوندها رو روی کار آوردن و تاریخ ایران از ریشه زدن از این بود. بعد اما اگه از لحاظ مردمی بخواییم نگاه کنیم، نماینده افرادی ترسو، نماینده افرادی خرافه‌گرا هستن، نماینده اون افرادی هستن که میگن زن نباید صدا شدن شد، زن نباید در صحنات سیاسی حاضر بشه، نماینده افرادی که میگن حقوق باید از 4,780 هزار تومان به بالا نباشه، در ما بیمه به کارگرها تعلق نگیره، نماینده قاچاقچی های کسانی که زنان و دختران ما ایرانی ها رو دارن ترانزیت میکنم به کشورهای عربی، نماینده این کسی هستن که نوجوان مثل من که 17 سال هم باید از این زندگی بیزار باشن. در واقع ما توی ایران داریم فقط زندگی نمی کن، فقط زندگی. نماینده افراد این فرقی تنجانی مثل بشار هست، نماینده ای که کسایی که اعدام رو دوست دارن. چند روز پیش توی یکی از شهرهای ایران یه اعدام در ملعه هم صورت گرفت که 15,000 تماشاگر داشت. اونگه چی بگی 15,000؟ یه تیم فوتبالی اینقدر تماشاگر نداره. باید واقعا اینگه چی بگی مردم به خودت میده. اون 15,000 نفر شماهای واقعا نه این بر شما بر. همه من نگم همه توی ایران اینطورن، اما واقعا خیلی هستیم اینطوریم. 15,000 تماشاگر برای یک اعدام میدین چقدر؟ شما باید از این اعدام جلوگیری بکنیم، نبینیم تماشا بکنیم بعد دوبین ایران در نشونیم از تک تکشون مطابق کنیم، آره اعدام خوبه باید باشه، اینا باید شده اعمالشون برسن. چرا؟ چون آقا تجاوز کرده به دختر. اگه تجاوز کرده من کاری ندارم،
باید خط جامعه رو اینجوری نگه داری که انتظار انجام نشه. باید بیاییم یه جاهای بذاری که مردم خودش رو برن تخلیه کنن اینجا آقا. نه بیایید جلوشون رو بگیر و اعدام بپا کنی اینجا، مردم بیشتر وحشی میشن. خیلی ممنون درود بر شما. تشکر میکنم از نکات بسیار خوبی که گفتی. منظور حکمتم خواهش میکنم. لطف کردن. بله دقیقا. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کن. الو سلام به شما. جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی است؟ موضوع برنامه است. شما نظرتون چیه؟ نماینده مردم نماینده این مردم هست بری بره فکر کارگر و نمیدونم جامعه چی کاری این انجام دارم نمیدونم یه جامعه می که ما چهار ست من بخواد رو بگیره که چرا میتونه خانواده شده داره بکنم خود من این کار می کنم با ما این میتونه بنده چهار ست من یه چهار دیگه این دیگه ما این ست من اجاره خونه مخوام بدم خب تا دیگه تا برسی چطوره میتونه یه نفر زندگی رو بچهر خونه. بله صحبتتون داره پخش میشه، ادامه بدین. بله من سوالم از شما این هست که فکر میکنین اگر یه دولتی بخواد نمایند شما رو نمایندگی کنه به عنوان یه کارگر چیکار باید بکنه؟ حداقل دست موضوع نمیدونم چیز برخوردار باشه بر مثلا حق بله ادامه بده بله ادامه بده من که بخوام بچه هم مدرسه میدونم درش کم تری نمیدونم امکانا فرام کنم که این بچه چیزی رو میدونه درست بکنه بچه که نمیدونم میدونم کل حقوق من این که پنجه تومن پچهار ست تومنه خودشون میگن خط فرق 2,000,000 تومان حداقل، تازه دو سال پیش میگفتن. آقا خط فرق چی؟ خط فرق الان نمیدونم معلوم نیست، همه زیر نمیدونم خط فرق را. مملکتی که حداقل 2,000,000 تومان دست مزارش رو شده این که دیگه بیزن بیرم. این جسیل تخشید نمیشه. بسیارم هست، مدوران فکرم خط چی شد؟ نتونم در ما یه بار دسته همون کنیزه ما رزیزا مجبورا خودم که خودم مواجب کنه اطلاع کنه یعنی میدونم کار دیگه ما تونیم میدونم مایت رو کامل دسته رو بگیریم از داد خوراکی و نمیدونم پوشاکشون هم چیده دیگه. بر میتونم بپرسم شما از کجا زنگ میزنین؟ من از بوشه. از بوشه تشکر میکنم که اومدین و حرفاتون رو زدین. به نظرم این همین کاری که کردین، بیاین تو تلویزیون صداتون رو به گوش همه برسونین، یکی از مهمترین کاراست. بله 350,000 تومان حقوق میگیرن با خانواده و بعد یک مش مزدور میان میگن که جمهوری اسلامی نماینده خلق قهرمان ایران است. مردم قهرمان ایران این حکومت رو نشون دادن، نمیخوان فریاد مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادن و گفتن گورتون رو گم کنین. کارگر تو اون جامعه چه جوری زندگی کنه واقعا؟ یه خانواده خانمی زنگ زد گفت شوهرم بیکاره و وقتی بیکار میشه بیمه بیکاری که نمیدین. چجوری باید زنگ؟ فقط با یارانه نقدی که اونم قرار 6 ماه دیگه سال جدید قطع بشه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. سلام آقای میشخوا، خسته نباشید. تشکر میکنم، بفرمایید نظر شما چی؟ آقای میشخوا، خدمت رو عرض کنم، ملتی که میخواد با اقتدار و قدرتمند و طرفدار زندگی کنه باید تعاون بده. تعاونش هم همین گرونی و همین تحریم ها و همین چیزا هست. شما به عنوان یک گروه کمونیست که چقدر قطعهایی در اون سازمانی داشتید، خودتون به خودتون رحم میکردید، تو درگیری که بین اقلیت و اکثریت داشتید، چرا از یه جامعه مسلمون دفاع میکنید؟ شما ایدئولوژیتون با ایدئولوژی ما اصلا فرق میکنه، ما با هم تضاد داریم، شما چرا باید دفاع کنید؟ بله شما که حالا من جواب شما رو میدم، ولی جمهوری اسلامی
چند هزار نفر تو اون جامعه اعدام کرده. صدا قطع کرد و فرار کرد. شما اینا دروغای کثافت و مزخرفاتیه که میگین. ما قتلی نکردیم. ما از علیه قتل و علیه اعدام و علیه جنایتکارا اومدیم وسط و میخوایم از جامعه ای رو نمایندگی کنیم که اون کارگر اومده میگه 300 هزار تومان 350 هزار تومان حقوقمه و نمیدونم چجوری زندگی کنم. اون خانومی که میگه کارگر بیکارم و هیچ حقوقی نمیگیرم. تلویزیون کانال جدید کاظم نیکخواه هستم، بفرمایید. سلام آقای نیکخواه. سلام. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید. آقای نیکخواه، در کشورهای دیکتاتور عقب افتاده اگر حکومت نماینده مردم بود احتیاج به دیکتاتوری نداشت. دیکتاتورها نماینده همون خود حکومت هستند. صدام حسین میگفت 99% مردم عراق رو رأی میدن و دیدیم چطور با لگد انداختنش بیرون. ما دنبال جامعه هستیم، دموکراسی، یک قانون اساسی محکم. همینطور که لینین میگه اعتماد خوبه ولی کنترل بهتره. یعنی کسانی که به حکومت میرسن اگه خواست مردم را برآورده نکنن، باید مردم آنها را با لگد بیرون کنند. و یک ضامن صد درصد مثل نیروگاه‌های اتمی وجود داشته باشه که کسی دیکتاتور در آینده در ایران نشود. قانون اساسی آلمان ما باید کپی بکنیم و فقط به کسانی حق فعالیت داده شود که دموکراسی رو دست و پا و گوششان بنویسند و طوری تضمینش بکنیم که هیچ وقت دیگه جامعه ایران دست هر نوع دیکتاتوری، حالا دیکتاتور کارگری، دیکتاتور مذهبی، دیکتاتور فلان نشود. ما باید درست قانون اساسی آلمان کپی بکنیم. بله، تشکر میکنم. انقلاب مشروطیت در ایران متاسفانه آبیاری نشد. اگر آبیاری میشد الان یک ایران یک کشور پیشرفته دنیا بود. خیلی ممنون. بله، به هر حال ایشون هم اینم نظرشون بود که روشن بحثشون بود که ما باید یک قانون اساسی محکمی داشته باشیم. نمیدونم منظورتون از محکم چیه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید. جمهوری اسلامی نماینده کیست؟ نظرش جواب شما به این سوال چی است؟ بفرمایید. سلام علیکم آقای نیکخواه. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید. بله بفرمایید. حال شما خوبه آقای نیکخواه؟ مردم صدا میاد قشنگ ها؟ بله بله بفرمایید. الو. بله بفرمایید. مردم به جمهوری اسلامی اعتماد کردن، یه همچین بلایی سرشون اومد. حالا این مردم میترسن. نزدی شما الان دارید درست میگید، همه حرفات درسته، ولی مردم میترسن. میگم نکنی یکی بگید از اون بدتر بشه. این کمونیستی خود چیزیه، واقعا چیز عالیه. این چیزی که شما میگید، ولی مردم هنوز وحشت دارن به خاطر اینکه کسایی که خدا رو میشناختن این بلا رو سر اونا بردن. دقیقا چون خدا رو میشناختن. میگم میگه حالا مردم ما ایرانی ها میگن خب خداشناس بهتره دیگه، مثلا خدا رو میشناسن میترسن از خدا. قضیه اینه، میگم میترسن از خدا یه همچی کاری کردن. حالا شما حالا رو اصل انسانیت این چیزا دارید پیش میرید و کار تو واقعا درسته. واقعا یه همچین چیزی بشه واقعا من میگم که ببینید، اجازه بدین یه سوال از شما میکنم. ببینید ما داریم میگیم که دولت تو مذهب تو دولت دخالت نکنه، شوراهای مردم، خود مردم تو محلات، تو کارخونه‌ها، تو شهرها قدرت رو به دستشون بگیرن، هیچ حزبی رو جامعه حکومت نکنه، هیچ ایدئولوژی رو جامعه حکومت نکنه. شما با اینا موافقین یا نه؟ و رفاه، مسئله رفاه قانون جامعه باشه، آزادی بی قید و شرط. بله این اصلا یه چیزی ایدئال، این چیزی که شما نه میدونم. بذار من میخوام یه چیزی بهتون میگم. اجازه بدین،
اجازه بده من میخوام یه چیز بگم. من میخوام به شما بگم که بالاخره ما داریم یه چیزایی میگیم، میگیم قانون آزادی حزب احزاب بی قید و شرط باشه، مردم حق داشته باشن تظاهرات کنن بی قید و شرط، اینا بشه قانون جامعه. شما از کمونیسم دفاع نکنین، از این حزب دفاع نکنین، از هر چی میخواین دفاع کنین، ولی بیاین از همین چیزایی که من میگم اگه قبولش دارین به مردم بگین که آقا جون قانون این جامعه آزادی احزاب باشه، مسکن حق همه باشه، بیمه بیکاری به همه بیکارا داده بشه، اینا رو شما برین ازش دفاع کنین، ما از شما دفاع میکنیم، ما میگیم صد آفرین به شما، هیچ هم نه عضو این حزب هم نشین. من منظورم اون آقای پیرمردی هست برزی وقتی زنگیزم به شما، اون اصلا فکرش تو عرض حجر از آخونده و همه گفته میشه. نه به هر حال حالا در مورد کس دیگه من حرف نمیزنم، من در مورد کس دیگه حرف نمیزنم، ما طرفدار هیچ وقت طرفدار شوروی و نمیدونم چین و کوبا و اینا نبودیم و اونا رو هم سرمایه‌داری دولتی میدونیم، ولی بحثم با شما اینه و همه کسانی که صدای ما رو میشنون میگن وایسین محکم از جدای مذهب از دولت دفاع کنین، از حقوق برابر زن و مرد دفاع کنین، نگرانی چرا نگرانی؟ نگران این که از حقوق زن و مرد دفاع کنین، هرچی محکمتر از آزادی. نه آقای ایدیشا متوجه عرض رو هم نشدی، من گفتم که مثلا مردم ترسیدن، میگن مثلا به حکومتی که بگیاد مثلا امکان داریم اونا مثل از اینا بسر بشن. خب این میگم این چیزا میگم اگر ببینید اگر سا... خواهش میکنم اگر سال 57 مردم به جای اینکه برن همینجوری بگن شاه باید سرنگون بشه میگفتن شاه باید سرنگون بشه و آزادی زندانی سیاسی دیگه نباید داشته باشیم دیگه، اینجوری نمیشد دیگه، یه باید فکر کردید چرا اینطوری شد. بله بله تشکر میکنم ازتون. خواهش میکنم، خواهش میکنم. دقیقا یعنی همینجوری مردم میترسن، مردم بالاخره مجبورن انقلاب کنن دوست عزیز. ما مجبوریم خودمون از شر حکومت دزد و چپاولگر و عهد عتیقی خلاص کنیم، هیچ راه دیگری نیست، تا ابد نمیشه با این حکومت ساخت، این حکومت دورش گذشته، دوره حکومت جمهوری اسلامی و نوع عربستانش حتی و ملک فلان و اینا گذشته، تا 3 سال دیگه همشون تموم میشن میرن. تلویزیون کانال جدید کاظم نیکخواه هستم، بفرمایید. جناب آقای نیکخواه، این شیوه حکومتی که شما الان دارید بیان میکنید میشه یه نمونه‌ای که تا حال انجام شده ما نشون میدید؟ بله موضوع برنامه، ببینید من جواب شما رو میدم ولی موضوع برنامه جمهوری اسلامی نماینده چه کسانی، شما اول بگین نظرتون در مورد این بحث موضوع برنامه چی هست، منم جواب شما رو حتما خواهم داد. بله. برای صدومین بار. بله. جمهوری اسلامی نماینده خلق قهرمان ایران. بله شنیدم، تموم شد دیگه. بله شما برین تو همون تلویزیون جمهوری اسلامی بگین جمهوری اسلامی نماینده خلق قهرمان امت مسلمان ایران. تلویزیون کانال جدید بفرمایید. بله بفرمایید. صدای تلویزیونتون رو کم کنین. می‌خواستم صحبت کنم. بله بفرمایید. می‌خواستم صحبت کنم با آقای نیکخواه. شما روی خط هستین، صداتون داره پخش میشه، صحبت کن. الان صحبت میکنه با کسی دیگه. دوست عزیز مجبور شدم قطعتون کنم. دوست عزیز شما بارها توضیح دادم که موقعی که میای روی خط صداتون با تأخیر پخش میشه، دوباره زنگ بزنین صحبت کنین، یه 20-30 ثانیه طول میکشه تا صدای شما خودتون صدای خودتون رو بشنوید. بله میگن بذارین حالا به اینا که جمهوری اسلامی کمونیستی و فلان اینا گویا اینا رو جواب شد دادن بازم بیشتر جواب میده، ولی بحث اون دوست عزیزمون که میگفتن مردم یه بار انقلاب کردن اوضاع بدتر شد، درست میگن، ولی ما مردم آیا نباید فکر کنیم که چرا اوضاع بدتر شد؟ اگه اینو فکر کنیم اوضاع بدتر نمیشه، بلکه دنیا با انقلابات جلو اومده، دنیا با انقلابات با روی کار آوردن دولت‌های جدید نظام‌های جدید از دوره عهد عتیق و توحش و بردهداری و فئودالی رسیده به اینجا که الان هستیم، بنابراین باید انقلاب کرد. بحث بر سر این هست، یک حزبی وجود داره مثل ما، حزب کمونیست کارگری، که میگه مردم
بیاین از یه چیزایی من دارم میگم توی این برنامه یک دنیای بهتر، بیاین از اینا دفاع کنین. ما یه دولت جامعه میخوایم که مذهب تو دولت دخالت نکنه. هر کسی میتونه مذهب داشته باشه یا نداشته باشه، عقیده آزاد باشه، هر عقیده‌ای، چه مذهب چه بی مذهبی، و بعد مردم آزاد باشن بحث کنن و همدیگه رو قانع کنن. مسکن حق همه باشه، هیچ بنی بشری تو اون جامعه بی مسکن و بی دارو رایگان باشه، دکتر رایگان باشه، تحصیلم رایگان باشه. حالا بقیهش بیشتر صحبت میکنم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید. آقا میشه یه چیز فراموش کردم بگم؟ بله بفرمایید. شما که همیشه درباره طب رایگان و آموزش رایگان صحبت میکنید، بله، در یک اجتماع دموکراسی حزبای مختلف وجود داره و در اون اجتماع باید متخصصای مختلف بیان بحث بکنن و مردم انتخاب بکنن. شما باید بگی بودجه طب رایگان از کجا میخوای بیاری؟ که به رایگان یه حرفه، بودجهش از کجا میخوای بیاری؟ آموزش رایگان ما قبول دارم، چون که سرمایه آینده ملت ایرانه، یعنی هر چی ما باسوادتر بشیم برای آینده ما خوبه. او باید اجباری باشه، نه فقط رایگان. ولی طب رایگانی که میگی شما بدارم تو گوگل که در تمام دنیا ببینید چه کشوری بهتره که ما اون کپی بکنیم. ولی بگی بودجه از کجا میاری؟ میخوای از مالیات بیاری، از بیمه بیاری، از پول نفت بیاری؟ خب 30 سال هم نفت فروختی، بعد چه میشه؟ اینا باید در یک جامعه دموکراسی بحث بشه و مردم ایران بی‌سواد حساب نکنید. مردم ایران الان باسوادن. بله الان بهتون توضیح میدم، الان بهتون توضیح میدم، بله الان توضیح میدم بهتون. پای برنامه بشینیم براتون توضیح میدم. تشکر میکنم. بله طب رایگان بودجهش از کجا میاره؟ میبینید الان تو همین کشور انگلیس طب رایگانه و اینم از قبل مبارزه و تلاش نیروهایی مثل خود ماست که اومدن گفتن الو بفرمایید. بعدم بیشتر صحبت میکنم سر جواب این دوستمون که طب رایگان. بله بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کنین. بفرمایید. بله صداتون داره پخش میشه دوست عزیز، صحبت کن. بله کاظم نیکخواه هستم، صدای شما هم داره پخش میشه، به تلویزیونتون گوش نکنین، فورا صحبت کن. دوست عزیز گفتم شما روی خطین، شما میگین چشم ولی صحبت نمی کن. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، جمهوری اسلامی نماینده چی کسان؟ تشکر میکنم، شما هم خسته نباشید. مخلصیم، بفرمایید. آقای میخواد شما این؟ بله بله بفرمایید، در خدمت. بله بفرمایید. سلام آقای میخواد. خواهش میکنم. درود به شما. درود به شما. آقای میخواد. بفرمایید. یه سری عکسایی که این زنا تو خیابون دارن کتک میخورن، خونالودن، یه سری کارگرایی که دارن کتک میخورن تو خیابونا، باباتون دارن تو سرشون اعتراض میکنن، میدن تو سرشون، یه خونه‌های مردم فقیری که دارن نور شب ندارن، این تصویرها رو برای مردم بذاریم تا یک سری آدمای پست‌فطرت نیان رو خط بگن نماینده خلق قهرمان جمهوری اسلامی. این یکی سامی هم جمهوری اسلامی نماینده کارگران نیست، چرا که کارگران رو کارگران از دو هفته من میرن پای حقوق اگه کار داشته باشد پنج ماه همون هم حقوق چون داری میشه، اون وقت تو سرشون میزنن. نماینده کارگران نیست، چرا که کارگران هیچ تشکلی ندارن، اجازه تجمع ندارن، اجازه تظاهرات ندارن. نماینده زنان نیست، چرا که هر روز تو سر زنان میخوره تو خیابون، به زور چادر رو تو سری یا روسری تو سری بهشون میگن، به زور این روسری رو سرشون نگه میدارن، که از هیچ قانونی از هیچ توجهی در نیمه به خدا نیستن. نماینده دانشجوان نیست، چرا که دانشجوان به وحشیانه ترین صورت دارن سرکوب میکنن، چرا که نماینده معلمان نیست، چرا که معلمان نماینده معلمان تو زندان، نماینده کارگرا تو زندان، نماینده استادای دانشگاه الان به زور با چتشون میکنن تو خونه میشینن یا تو زندانن.
نماینده جمهوری اسلامی نماینده یک سری اقشار توپیدی، یک سری آدم های مجذر، خانمان درانداز، یک سری آدم های مفتخور، کپاولگر. جمهوری اسلامی نماینده کثیف‌ترین اقشار جامعه است. تشکر میکنم از نکات خوبی که گفتین و فکر میکنم که به طور واقعی میلیون ها نفر و اکثریت قریب به اتفاق جامعه همین نظر رو دارن که این دوستمون گفت و دوستان دیگری گفتن نماینده بشار اسد، نماینده القاعده است دوست عزیزمون که صحبت کردن، یکی از دوستان دیگه و خیلی از شما که اومدین صحبت کردین و اینو ما باید با صدای رسا بگیم و بگیم کسانی که ما رو نمایندگی میکنن چیکار باید بکنن. اینا رو بیشتر صحبت میکنن. تلویزیون کانال جدید شما روی خط هستیم، بفرمایید صحبت کن. صحبت میکنه تو کانال؟ بله، صدا با تاخیر پخش میشه. شما بفرمایید صحبت کن. الو. بله بفرمایید. آقای نیکارا میخوام. بله من در خدمتتونم، نیکخواه هستم، بفرمایید صحبت کنیم. صدای تلویزیونتون رو کم کنید لطفا. صدای تلویزیونتون رو خاموش کنید، صدا با تاخیر پخش میشه. بله دوست عزیز، شما روی خطین، صداتون پخش میشه. دیگه الان اگه صحبت نکنین قطع میکنم. الو. بله مثل که صدای ما رو نمیشنم. تلویزیون کانال جدید کاظم نیکخوا هستم، بفرمایید. اوز بخوام جناب آقای نیکخوا، اگر من اجازه بدید من خیلی کوتاه مزاحمتون شدن این نکته ای رو عرض بکنم خدمتتون. خواهش میکنم، بفرمایید. سپاسگزارم. من هشتی که منتظر نشستم ببینم کسی بیا جواب من رو بده که چرا جمهوری اسلامی رو دوست داره، دلائلی که این رژیم رو دوست داره چیه. من چیزی متوجه نشدم، کسی نیومده که گرانی نیست، فرق نیست، بجموز کافی هست، سلام بمان سلام. اول فقط اومدن گفتن ما ایران رو دوست داریم، ولی وقتی ازشون میپرسی که چرا، به چه علت، جوابی نمیدن. میدونی چرا؟ چون اینا سرمایه دارن که خب حق رو دوست داشته باشه، چون این حکومت تازه با این تحریماش خیلی به این سرمایه دارا بوده. من روی سخنم با شما مردم، شما کجای کاری زهبر خودتون تو روزنامه های من چند روزه گفته که راه خود را کربلا میگذره و جنگ خانمان سود رو که یک میلیون کشته و هزار میلیارد دلار خسارت داشته گفته این یک حدیده الهام بخش و لذت آفرینه. بعد نکته دیگه، کسایی که میان و به این جز میگن که شما واسه مردم میخواید چه کار بکنید و نه شما کمونیستید و فلان و بمان، میخوام بهشون بگم شما اگر به این حزب یعنی به این اسم حساسیت دارید خب اشکال نداره، اسمش رو از نظر خودتون هرچی که دلتون خواست بگذارید، فقط بدونید که این حزب صدای آزادیه، صدای برابری هستش. من بعضی وقتی که داشتم خبر تهیه میکردم مادرم نشسته بود و داشت به من میگفت من اگر یه روزی توی مملکت یه کاری بودم میدونی چی کار میکردم؟ گفتم نه. خب میامدم سرمایه‌دارها رو شناسایی میکردم. یعنی چی که ده تا خونه داشته باشه یکی یه خونم نداشته باشه؟ همه باید با هم برابر بشن. این دیده یه خانم محسنی که حالا نه تحصیلات عالیه داره نه هیچی، مردم الان دارن اینطوری میکنن. بعدش هم این حزب میگه ما این جامعه باید توسط شوراهای مردمی اداره بشه. شما برنامه های یک دنیای بهتر این حزب رو ببینید، نشریاتش رو بخونید ببینید، اون وقت اگر دیدید دوست دارید باید طرف این حزب. بعدش هم این حزب منطق نمی کنن کسی رو به زور مجبورش کنه بگه آقا جان یا ما به زور میخواییم تو رو برای آزادی بهت بدیم، برابری بهت بدیم. نه زوری نیست، هر کس آزادی و برابری میخواد جاش اینجاست، جاش این تلویزیونه، جاش این حزب هست. خیلی تشکر میکنم، لطف کردین که زنگ زدین. بله دوست عزیزی گفتن که طب رایگان بودجش از کجا میاد. امیدوارم بذارین این تلفن آخر باشه، بقیه من یه چند دقیقه صحبت های خوبی شد در مورد صحبت کنم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. تشکر میکنم، شما هم خسته نباشین. نظر شما چیه؟ ممنونم. آقای میشکان من فقط چند جمله، من قبلا یه بار نفع زدم، یه بار دیگه هم میگم، آخر سرم به جواب این خانم رو میخوام بگم.
ما این زمانی به ما گفتن آقا شاه میاد شاهانه زندگی میکنیم، شما اومد حلبی سازی برای ما درست شدیم، بعد با فلاچت و بدبختی زندگی شدیم. بعد گفتن آقا شاه بده، امام میاد اماموار زندگی میکنیم، امام هم چه اومد اینطوری داره کشت و کشتار میکنه. الان هم چه میگن نماینده چیز معلومه، نماینده شما چرا جای بیرا میره اینا میگن نماینده حزب الله، نماینده امام زمانه، قرار از ساجن چرا بیاد همه ما رو نجات بده، چرا جای بیراه میری؟ خداحافظ. قربان شما، لطف کردید. بله بله، فکر کنم یک چند دقیقه دیگه، ده دقیقه دیگه از برنامه مونده. من سعی میکنم که دیگه شاید بهتر باشه دیگه تلفن نگیریم، نکاتی رو من بگم. بزنین اول اون آقایی که چند بار میان اومدن رو خط و نکاتی رو گفتن بگم. گفتن طب رایگان برین، یه جوری ادعایشون بحثشون اینطوریه که گویا طب رایگان معنی نداره، عملی نیست، فلان اینا. اینطوری نیست. تو الان تو خیلی جاهای دنیا طب رایگانه، خیلی جاهای دنیا هم طب به درجه زیادی رایگانه. مثلا فرض کنید تو خود انگلیس طب رایگانه، یعنی شما اگه دکتر برین ویزیت نداره، شما تو هر محله هستین میتونین برین دکتر و بعد پول دارو رو باید یه عده بدن، اونایی که بیکارن پول دارو نباید بدن، اونایی که بازنشستن پول دارو نباید بدن، اونایی که نمیدونم بالاخره یه مقداری حقوق درآمد معینی ندارن. تو کشور زیادی الان تو دنیا اینطوریه، نه فقط اینجا، تو سوئد، تو نه فقط، حتی کشورهای اروپایی. بودجهش از کجا میاد؟ شما یک ذره فکر کنین، حساب کنین، ببینید در طب به اصطلاح اگه بخواید طب رایگان کنن، شمایی که خیلی میخواین علمی و ریاضی فکر کنین، حساب کنین ببینید بالاخره سالانه چند هزار میلیارد تومان برای طب رایگان لازمه. بعد ببینید همین پولی که فرض کن به حماس میدن، یا خرج سپاه پاسدار میشه، یا خرج نیروهای اطلاعاتی میشه که شما رو شنود کنن، یا خرج آخوندا میشه، یا حوزه علمیه میشه، یا نمیدونم بشار اسد میشه. اینا ببینید چقدر میشه، صد بار میشه بیمه بیکاری داد، میشه طب رایگان کرد، میشه تحصیل رایگان کرد، میشه هزار کار دیگه کرد. واقعیتش اینه که امکان، و تازه اینا بودجه و ثروت این مملکت تو دوره‌ای هست که بحران اقتصادی عمیق اقتصاد جمهوری اسلامی گرفته، به خاطر اینکه یک حکومت کثیف ضد بشری تروریست اومده سر کار و با تو دنیا هم هزار تا مشکل داره، محاصره اقتصادی میشه، نمیدونم غیره و غیره. اگه مردم بیان سر کار بگن میخوام مثلا آدم زندگی کنیم، میتونن با همه مردم دنیا و با همه کشور دنیا مراوده داشته باشه، میتونن تولید کنن، بیشتر از اینا تولید کنن، هزار برابر تولید کنن. تو همین تکنیک و تکنولوژی ده 15 سال گذشته که اینترنتی و دیجیتال و اینا شده، قدرت تولیدی یک کارگر به طور واقع بیشتر از 100 برابر شده. این اقراق نیست. یعنی یک کارگری که میبایست مثلا 2 ساعت کار کنه یک قطعه تولید کنه، الان کافیه 1 دقیقه 2 دقیقه با دستگاه های خیلی کامپیوتری و سریال تولید میکنه با دقت بسیار بالاتری. میشه همینا، همین تکنولوژی میشه تو ایران هم داشت، چرا نه؟ اما بریم سر بحث جمهوری اسلامی نماینده کیست. از خیلی دوست دارن میگن جمهوری اسلامی نماینده آخونده است، میگن دوست دارن بگن جمهوری اسلامی حکومت آخوندیه، دوست دارن بگن جمهوری اسلامی، حتی مخالفین رو میگن، یعنی دوست اپوزیسیون، دوست دارن میگن جمهوری اسلامی حکومت آخوندیه، نمیگن نماینده سرمایه دار است، نمیگن نماینده قشر مفتخور و چپاولگری است، به خاطر اینکه بعدش وقت مجبورن علیه سرمایه دار حرف بزنن. ولی واقعیتش اینه که شما نگاه کنید تو جامعه، چندین کارگر تو همین برنامه امروز اومدن حرف زدن، دستمزد 300 هزار تومان یکیشون میگیره، 350 هزار تومان یکیشون میگیره. یه خانواده بود که هیچ حقوقی نمیگیرن به خاطر اینکه بیکارن، کارگر بودن بیکار شدن و هیچ حقوقی نمیگیرن. به خط فقر رو تو اون جامعه بالای 2 میلیون خود حکومت اعلام کرده. خب بعد
یه کارگر حقوق رسمی که اعلام کردن 487,000، تازه خیلی کارگرها زیر این میگیرن. معلومه که این حکومت طرفدار اون سرمایه‌داریه که کارگر رو میچاپه، تازه 4-5 ماه و 6 ماه و 1 سال و 2 سال هم حقوقش نمیده، و بعد موقعی که مثل کارگر هفت‌تپه، مثل کارگر پتروشیمی، مثل کارگر جای دیگه میره میخواد حقوقش رو بگیره، پاسدار رو میفرستن سرکوبش کنه. پاسدار میاد حمایت کی میکنه؟ میاد میره پشت سر سرمایه‌دار مفتخور انگلی که نون شب بچه کارگر رو میدزده، و بعد پاسدارا میان ازش حمایت میکنن، دادگاه ازش حمایت میکنه، مجلس ازش حمایت میکنه. اون دوست عزیزمون گفت این مجلس تریله است. به راست میگه. نه یک قانون به نفع کارگرا گذاشتن، نه یک قانون به نفع بچه‌ها تصویب کردن، نه یک قانون به نفع زنات، درست برعکسش. قانون تصویب میکنن که نمیدونم فرزند خوانده رو هم میشه باش ازدواج کرد و بهش تجاوز کرد. به هزار تا قانون ضد کارگری دیگه، قانون همین بودجه هایی که تصویب میکنن، همین دستمزدی که تعیین میکنن، اینا رو کی تعیین میکنه؟ یه مش مفتخور خودشون دارن حکومت میکنن، اون بالا نشستن شدن حکومت. جامعه ایران نباید تو دست یک، حرف ما به عنوان کمونیست اینه که جامعه نباید تو دست یک اقلیتی باشه، هر چی هم علم داشته باشه یا نداشته باشه، که ندارن. اینا صاحب جهلند، مدافع جهلند، اشاعه دهنده جهلند، ضد علمن، همه اینا. ولی میخوام بگم حتی اگر اینطوری نبود، یه اقلیتی نباید رو اون جامعه حکومت کنه. دوستی چند بار اومدن گفتن که بالاخره چه تضمینی وجود داره؟ ما تضمین نمیخوایم، ما چیزی از شما نمیخوایم، ما بس بر سر اینه که مردم خودتون بیان جلو، از حقوقتون دفاع کنین، از حق اعتصاب بی قید و شرط دفاع کنین دیگه. کارگر باید حق اعتصاب داشته باشه، ما مدافع این هستیم و بی قید و شرط. هر وقت خواست ناراضی بود بگه من دست از کار میکشم دیگه. من یه کالای به عنوان نیروی کار دارم، اگر نخواستم کار کنم حق داشته باشم کار نکنم، مجبور نباشم کار کنم. آدما باید حق داشته باشن هر وقت خواستن تظاهرات کنن، تجمع کنن، تشکیلات داشته باشن، محفل داشته باشن، باند گروه داشته باشن، گروه موزیک، گروه ورزش، گروه سیاسی، گروه نمیدونم فلسفی، گروه هر چیز. تشکل، جمع شدن باید بی قید و شرط آزاد باشه. بحث ما این است که مردم شما از اینا دفاع کنین، منتظر نباشین که یک عده بیان دوباره یه اقلیتی بیاد بر شما حکومت کنه، حالا این بار آخوند نباشه، مثلا سلطنت طلب باشه یا هر چیز دیگری. نه خیر، ما میگیم که مردم خودشون باید، جامعه باید حقوقش، قوانینش قوانینی باشه که دخالت مستقیم همه مردم تو سرنوشتشون رو تضمین کنه، و این ضامن جلوگیری از اینه که یک دیکتاتور دیگه بیاد سر کار یا یه مش چپاولگر و دزد دیگه بیان سر کار. اگر شما امروز مردم هر جایی، تهران، تبریز، شیراز، نمیدونم اصفهان، اگر استاندارتون نمیدونم یا فرماندارتون یا دهدارتون یا بخشدارتون رو قبول نداشته باشین، چیکار میکنین؟ واقعا چیکار میکنین؟ هیچ راهی ندارین. اگر یا باید برین بجنگین، بکشینش پایین، یه جوری مثل شورش کنین و بعد بجنگین با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی. اگر حالا برعکس، اگر حق داشته باشین هر وقت اراده کنین، مردم این شهر اراده کردن، میگن من شهردار این شهر رو قبول ندارم، بخشدارش رو قبول ندارم، استاندارش رو قبول ندارم، به دلیل اینکه به اصطلاح از سرمایه‌دارا دفاع کرده و حقوق کارگر رو زیر پا گذاشته، اگه حق داشته باشین کنارش بذارین، بازم میتونه دیکتاتور بیاد سر کار؟ اگه حق داشته باشین رئیس جمهور رو عوض کنین هر وقت خواستین، هر وقت خواستین، و اینو من تاکید میکنم، مردم میتونن از طریق اینترنت رأی بدن تو فیسبوک. الان از فیسبوک میشه 5 ثانیه 10 ثانیه رأی داد و رأی ها فوری نتیجه آرا خودشو نشون میده. آقا جون ما شما رو قبول نداریم، برو کنار. اینجوری مرد و هزار جور دیگه. حالا من دارم خیلی ساده میگم، میخوام میگم اگه مردم حق داشته باشن تظاهرات کنن و حقشون باشه و قانون این باشه، چجوری دیکتاتور میتونه بیاد سر کار؟ چجوری مفتخور سرمایه‌دار میتونه بیاد سر کار؟ چجوری میتونن دستمزد کارگر رو 10-5 برابر زیر خط فقر تعیین کنن؟ چجوری یک کارفرما میتونه دستمزد کارگر پتروشیمی و نمیدونم شرکت واحد و
زباهن و نفت و غیره رو بالا بکشه و کارگر حق نداشته باشه حرف بزنه. کارگر میگه تظاهرات میکنه، حقوقش رو میگیره دیگه. اگر حق تظاهرات داشته باشه، اگر حق اعتصاب داشته باشه، اگر حق تشکل داشته باشه. بنابراین کی مردم رو نمایندگی میکنه؟ اون کسی که از این حقوق دفاع میکنه، اون کسی که از اعتصاب دفاع میکنه، از اون از حق تشکل دفاع میکنه، از برابری زن و مرد دفاع میکنه، از برابری مردم بر اساس ملیت و قومیت و اینا، مثلا تبعیض علیه مردم بر اساس ملیت و قومیت و اینا علیهش هست و میگه مردم مستقل از هر جا که متولد شدن و هر اسمی که رو خودشون میخوان بذارن، باید همه جای ایران بلا استثناء بتونن به زبان خود هر زبانی خواستن صحبت کنن، بتونن حقوق برابر داشته باشن، تحقیر نشن و امکانات اقتصادی در اختیارشون باشه و غیره و غیره. زن و مرد برابر باشن، ملیت ها با هم برابر باشن، کسی بر اساس عقیدش زندان نره. اینا رو اینا اینجوری نیست که ما از همجوری از کله خودمون آوردیم بیرون داریم خیال بافی میکنیم. اینا بهترین دستاوردهای جامعه بشری هست که یه گوشش اینجا پیاده شده، یه گوشش اونجا پیاده شده، ولی همش یه جا پیاده نشد. مردمی که برای این چیزا جنگیدن هست که تونستن تو همین انگلیس و تو سوئد و تو اون کشور اروپایی و تو اون کشور غیر اروپایی آزادی بیارن، یه درجه رفاه بیارن، یه درجه طب رایگان بیارن، یه درجه تحصیل رایگان بیارن. همین کمونیستا، سوسیالیستا، اینا بودن که جنگیدن که کارگر بتونه حق تشکل داشته باشه، پرستار بتونه حق تشکل، مردم حق تشکل داشته باشه. و شما هم، شما مردمی که صدای ما رو میشنوین، به هر اعتقادی که دارین از حقوق خودتون، بحث ما با شما اینه که حقوق خودتون رو بشناسین و از این حقوقتون دفاع کنین. بیان بیرون با در و همسایتون بحث کنین، بگین که ما باید از این به بعد جمهوری اسلامی میره، جمهوری اسلامی رو ما سرنگون میکنیم، هیچ تردیدی نداشته باشین. خود شما مردم سرنگون میکنین. سال 88 شد، سال 76 شد، مطمئن باشین که 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، بالاخره این یه انقلاب دیگه این حکومت رو به زیر میکشه. ولی اون انقلاب میتونه یک جامعه بسیار زیبایی رو بسازه که مردم همه لبخند بزنن، به شرطی اینکه شما نمایندگان خودتون رو بشناسین. کسانی که از دارن به شما میگن حقوقتون رو فرموله میکنن، بیان میکنن، میذارن جلو چشمتون، میگن شما از آزادی دفاع کنین، از حق مسکن، از بیمه بیکاری، از زندگی انسانی دفاع کنین، اینا نماینده شماست و این حزب نماینده شماست. و حرف ما با شما این نیست که این حزب رو بردارین بذارین بالای سر خودتون و برین خونتون. بحث ما بر سر این است که این حزب به شما میگه که شما تو مردم، شما کارگرا، شما پرستارا، شما معلما با هم دیگه بحث کنین و حقوقتون رو بشناسین و این حقوق رو به عنوان قوانین جامعه پیاده کنین. این راه خلاص شدن از دیکتاتورها و دیکتاتوری هاست و زندان و اعدام و سنگسار و شکنجه و این هاست. این راه از که نذارین انتظارتون رو پایین بیارن، از این کثافات مزدورایی که میان سر تو این تلویزیون، مزدور جمهوری اسلامی ان که میگه آره ما تو این جامعه جمهوری اسلامی نماینده بونه، یک ذره از هیچ کس نباید قبول کرد که انتظار ما رو از زندگی پایین بیاره. حرفایی که شما میان اینجا میزنین نشون میده مردم ایران بسیار آگاهن، مردم ایران بسیار آگاهن. دوستان عزیز اومدن صحبت کردن، از کاملا یک انسان آگاه که حقوق میدونه که انسانیت یعنی چی، جامعه انسانی چی یعنی چی، قوانین انسانی یعنی چی. همینا باید، همین حرفا بشه ملکه ذهن تک تک ماها تو ایران و اون وقته که ما میتونیم جامعه انسانی بسازیم که دیگه جمهوری کثافت اسلامی وجود نداشته باشه که یه مش مزدور و آدم کش بیان بگن که این نماینده شما مردمه، این نماینده خلق قهرمان ایران. نخیر، این نماینده همون مردمی هست، نماینده همون مزدورای هست که داریم میبینیم. به قول دوستان نماینده القاعده است، نماینده بشار اسد، نماینده یه مش آخوند میلیاردر هست. به هر حال ممنون از شما که تا اینجا روی خط اومدین و حرفای بسیار خوبی که زدین. این برنامه ها کمک محور اتحاد ماست، محور نزدیکی ماست، محور انقلاب آینده ماست و باز هم فعالانه بیاین روی خط و صحبت کنین. کاظم نیک‌خواستم، براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم.